خب بینندگان عزیز، امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، برابر با 12 ماه مارس 2021 میلادی، مساوی است با 22 اسفند 1399. 8 روز 9 روز بیشتر به سال نو باقی نمونده. سلام میکنم خدمت آقای زمانیان. خودم میگم این شهرام این کار بدی میکنه، ولی مگه میشه یه نفر از در بیاد تو و شما سلام نکنی؟ یه اتاقی بودم نوشته بود که بیرون خوب نیست، بیا داخل. بعد نوشته بود لطفا یه چایی بخورین تا صداتون بزنه. صدا و تصویر عالیه. اگه برنامه قبلی چون شما بودید متوجه شده باشید، من تصویر حتی نداشتم. دلیلش هم این بود که حال خوشی ندارم و ممکن بود اصلا برنامه نذارم امروز. دلیل نداشتن حال خوش هم معروف بود. اون وقتا میگفتن این بی بی پیر زن زور خودشو میزنه و اینها، منظورشون زمستون بود. ولی من دوشنبه دومین واکسن فایزر آمریکایی رو زدم و خود همون آقایی که واکسن زد گفت که اولی هیچ اشکالی داشتی؟ گفتم نه. گفت این دومی یکم به اصطلاح اذیت میشی و اذیت بشی خوبه، نشون میده که بدنت داره در مقابل این به اصطلاح کووید 19 یا همون کرونا مقاومت میکنه. خلاصه دور از جونتون. حالا گفتم اگه بگم اکبری دیگه میگه من اصلا نمیرم واکسن بزنم. همون روز که زدم تا رانندگی کردم اومدم اینجا، این دست من اینجا سوزن زده بود از این بالای دیگه، یادمون رفته به این زانو که نمیگه زانو مال پای، از این آرنجمون تا این بالا لمس بی‌حس نام شده بود و اینجوری میکردیم درد میگرد. این گذشت و تب و لرز آنچنانی نداشتیم، ولی یه حالت مثل فلو که حالا نمیدونیم به خاطر این ویروسه یا واقعا فصلش هم هست و اینها. در صورت 2-3 روز حالمون خوب نبود و از این یه پودرای هست میریزی داخل آب گرم، آب نسبتا گرم، به قول شیرازی ها ملول، به قول شما تهرونی ها ولر. شما این تهرونی ها این زبان از کجا آوردین؟ خب فارسی شیرازی که نیست که، خداتونم که به قول خودتون خداتونم که، یا از تبریز و این ور اونور اومدید یا از شهرهای این ور اونور اومدید، زبان فارسی رو اونجوری که باید شاید بلد نیستیم، ولی این چیزایی رو که درست کردین کجاست؟ خب خیلی ممنون آقای شیخی. توی برنامه قبلی آقای شیخی من چون عکس اون عکس فکر کنم مال 10 سال پیشه اون عکس رو گذاشته بودم، ایشون گفت آقای سربی داری کلک میزنی قبول نیست. گفتیم چشم، خلاصه در خدمتتون هستم، خیلی خوشحالم که با شما هستیم و این حالت تلویزیون یه حالتی داره که شما باید با تصویر، با بودنت، با مردم ارتباط برقرار کنی و اونا هستن که از حرکات دست، صورت، بدن حتی میفهمن داری راست میگی یا دروغ میگی. میدونی که یه عده هستن کارشون اینه، میان مثلا نگاه میکنن به پلیس میگن این اونجایی که شما این سوال ازش کردی این گفت دروغ گفت فلان، قبل از این ماجرای دستگاه دروغ سنج و اینا که نه به اون دادگاه استناد میکنه نه به دستگاه دروغ سنج این رو گفته باشم. در هر صورت چرا این ماجرای تلویزیون و اینا رو میگم؟ چون چند روز بود که دوستان به من میگفتن آقا شما توی چیز نیستی، کلاب هاوس. گفتم که آره شنیدم و اونجا دیگه چیه؟ گفتن نه آقا نمیدونی، این کلاب هاوس یه چیزیه که وقتی میای توش همه مساویان، همه برابرن. گفتم عزیز من هیجان زده نشین، از عقلتون استفاده کنین. چرا چند نفر میان یه جایی رو باز میکنن، میکروفون رو در اختیار شما میذارن، خودشون هم برنامه چیزی ندارن و به شما اجازه میدن با دوستانتون بیاین اونجا. 2-3 ماه هم بهتون اجازه میدن جمع که شدین، شدین 200 تا، شدین 2000 تا، شدین 3000 تا، یا میان میگن از ماه آینده باید پول بدین، یا میگه حالا ما این کنارش تبلیغ میذاریم، یا میگه فلانی که پول میگیره برنامه میذاره بیاد. شما هم اگه میخواین برین اونجا به اصطلاح شما با رفتنتون با وقت خودتون دارین
پول میدین برای تماشای اون، با خرید کردن از تبلیغاتشون اینها. بعد گفتیم خب الان ما میریم، از یکی از دوستان خواستیم و ما رو بله یعنی سه شبان روز عوارض واکسن داشتید. من دوشنبه زدم، دوشنبه اون هشتم ماه مارس و تقریبا بیشترم میشه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، حالا دیگه امیدواریم امروز دست از سرمون برداره. و چیز قابل غیر قابل تحملی نیست، یعنی دردی نیست که، چون مثلا فلو من گرفته بودم چند بار، میبینی بدنت چنان درد میکنه که نمیدون چی کار کنی، سرماخوردگی، اون سردرد، گلو درد، اینجا سینوس اینا آدم، و اون واقعا شعری که چه عضوی به درد آورد روزگار، اونجا آدم میفهمه. در صورت مال ما خیلی بد نبوده، ولی کسایی رو، دوستایی رو دارم که میگن آقا تب و لرز و پتو کشیدیم رو خودمون، توی یوتیوب که نگاه میکنی هستن اینا. در هر صورت برگردیم به این ماجرای کلاب هاوس، اذیت نکن آقای شیخی، مثل این بچهای تنبل ته کلاس هی پامونو فشار میدادیم، صندلی ها رو میریختیم به هم، صدای بدی هم میدادیم، پایای آهنی، حتی رو چوب روی این کاشی ها صدای بدی میداد، حواس معلم بیچاره رو پرت میکردیم، بعد احمقانه میشنسیم میخندیدیم. در هر صورت اینو من گفتم بذاریم خط بزنم، تاریخ 12 مارچ 2021، اینجا هم نوشتم، و 22 اسفند 1399، و راجع به کلاب هاوس دارم صحبت میکنم. خلاصه اولا این برنامه میگه باید یه نفر دعوت کنه شما رو تا بری، یعنی یه کمی بهش میخوان اهمیت بدن، شما فکر کنید به چه اتفاقی در زندگی من افتاد که دوست من لطف کرد منو دعوت کرد میرم اینجا، حالا میری سر میزنی از این اتاق به اون اتاق، از این اتاق به اون اتاق. یادم افتاد که سال 98-99 هم یه همچین برنامه بود به نام پل تاک، این پل یعنی دوست، رفیق، هرچی، پل تاک، دوستان بیان اونجا صحبت کنن. خب شما میری اتاقو باز میکنی، بعد نشستی اینجا، حالا اون میتونستن بنویسن، بعد هر کی میخواست حرف بزنه دستشو بلند میکرد، شما بهش اجازه میدادی اینها. این یکم یکمی 22 سال گذشته دیگه، یکم پیشرفته تره، روی چیز میتونین داشته باشینش، روی تلفن‌های دستیتون. و فعلا تنها اشکالی که داره، یا اشکالی که داره شاید هم تنها نباشه، اینه که شما وقتی بازش میکنی، اولا فقط روی آیفون کار میکنه، روی اندروید کار نمیکنه. شنیدم تو ایران تلفن‌های اندروید زیادتره، به دو دلیل، یکی این که سیستم ویندوز هست، مک به خاطر تحریم‌ها و اینا کمتره، یکی که قیمتاشون خیلی ارزون‌تره. خدایش سیستم اندروید راحت تره، اون دوربیناش هم عکسای بهتری میگیره، اونایی که با اندروید کار میکنن عکسها رنگشون حادترن، به اصطلاح حقیقی نیستن. ببینید عکس قشنگ معنیش این نیست که اگر رنگش قشنگه حقیقی باشه، چون عکس حقیقی سربی همینی که هست، حالا من ممکنه اینجامو پودر بزنم، اینجامو ماتیک بزنم، اینجامو نمیدونم سرخاب بزنم، خوشگلتر نشون داده باشم، ولی این حقیقی نیست. پس تفاوت حقیقی با خوشگلتر و بهتر رو داشته باشیم. حالا میایین مثلا ببینید نوشته به اتاق دوبله خوش آمدید، خب شما تو این میتونی بری. یکی دیگه نوشته تاثیر ارتباط با پدر و مادر در زندگی شخصی ما، روش های مختلف مدیریت اتاق ها در کلاب هاوس، اینفلوئنسر مارکتینگ برک. خلاصه من فکر میکنم حالا مثلا یکیشو بریم گوش کنیم با هم ببینیم چیه. اولا دو سه نفر باید بیان بشینن اینجا، تبادل تجربیات برای اپلای در مقطع دکترای سومی فلان. خب بعضی اتاقاش بد نیست، کمک میکنه. یکیش بود نوشته بود که خارج بهشت برین نیست، من رفتم زدم داخلش یه ساعت دو ساعتی دیروز، هر وقت وقت داشتم داخل این اتاقا میچرخیدم گوش دادم، دیدم یه چیزایی میگه. بعد یکی اومده بود میگم من چجوری میتونم بیام، اون صاحب اتاق میگم ما اینجا نیستیم که به کسی بگیم چجوری میتونی مهاجرت کنی، چجوری میتونی پناهندگی، ما داریم میگیم اونایی که اومدن، نمیدونم تقی، حسن، نقی، این سوربی که اومده اینجا الان چی فکر میکنن از خارج. و بعضی وقتا هم سوالشون این بود که اگه الان برگردی به 36 سال پیش، به 34 سال پیش،
آیا باز حاضری همچین ریسکی کنی برگردی؟ این سوال درستی نیست، چون شما تو جوانی خیلی کارا انجام میدی که وقتی پیر میشی اگه ازت بپرسم، من یه دفعه رفتم وسیله بخرم، برای داشتم تعمیر میکردم ماشینو، رفتم وسیله بخرم، یه دفعه دیدم یه زنی جیغ زد، یه نفرم دوید رفت، زنه گفت آی کیفمو زدن تو همین آمریکا. بله، قاب زنی تو همین آمریکا. بعد من اصلا بدونی که بدونم دویدم رفتم دنبال این آقا توی جای تاریک نزدیک جاده راه آهن و اینها، و اینو گرفتمش. خب چون من بالاخره دویده بودم، با لباس کارم بودم، سنگین بود و اینها، اینو گرفتم. اون جوان‌تر بود و اینا دست و پا زد. بالاخره من صدا زدم مردم بیان و نگهش دارن. هیچکس جرئت نمی‌کرد بیاد دست بزنه به این. چرا؟ اونا قانون آمریکا رو می‌دونستن که فردا اگه صورت این زخم بشه ما رو سو میکنه، میاد شکایت میکنه آقا صورت من زخم شد، حالا این آقای که منو گرفته باید مادام العمر به من پول بده. خلاصه ما هم از نفس افتاده بودیم، کیفه رو از این گرفتیم و این فرار کرد رفت و پلیس آمد و معلوم شد این خانمه که جیغ میزده شوهرش هم پلیسه. زنگ زده و فوری پلیس آمد و رفتن با چراغایی که تو ماشین بود و اینا گشتن، اون در رفته بود. بعدم پلیس یه نامه فدایت شدن برای ما تقدیرنامه فرستاد، و وقتی هم کیفه رو دادم به خانمه، خانمه کیفو باز کرد، گفت من $400 دارم تو این، اگه میخوای وردار، من فقط بخواد. گفتم من برای پول نرفتم، من نمیدونستم اصلا چیه. اگه امروز شما از من سوال کنی که آیا میری همچی کاری میکنی، من بهت میگم نه. ببینید این مهاجرت هم اینه، مهاجرت شما توی برهه زمانی تحت یه فشار قرار میگیری که از خونه و زندگی و کار و آقا من ماشین نو داشتم، خونه نو داشتم، خونم نقلی بود، خریده بودم $200,000 110 متر بود، ماشین رنو داشتم فکر کنم $60,000 خریده بودم، دبیر هنرستان بودم، بالاخره یه حقوقی داشتم، اضافکاری این برمه کار میکردم، یه مغازهی با دوستم آقای قاسمزاده زده بودم، از اون بر درآمد داشتم اینها، ولی همه اینا رو داشتیم. آزادی این که با دوستمون بشینیم آقا یه آبجوی بخوریم که حالا نمیخوریم هم. اینجا که هستیم بیا همه داریم چایی میخوریم، ولی اونجا وقتی میگن نخور، اگه میرفتیم خونه یه نفر که مشروب درست کرده بود تا همه رو نمیخوردیم نمیودیم بیرون، که اون بیچاره میترسید تا ما برسیم خونه، ما هم میترسیدیم تا برسیم خونه، بعد هی به هم دیگه زنگ بزنیم آقا رسیدیم سلامت فلان. خلاصه اینه، این اتاقا بعد حالا چون تازه اومدن مردم، بله اون آقای سلبریتی هم که میاد اونجا، الان ممکنه شما بهش بگی 3 دقیقه وایسا تا نوبتت بشه، ولی پس فردا باید پولش بدین تا بیاد اونجا. خلاصه من مقایسه کردم این کلاب هاوس رو، دیدم هیچ چیزی برای من نداره. منی که میخوام حرف بزنم بعد از 20 سال اینجا بالاخره 4 نفر پیدا کردم، حالا 20,000 نفر تو فیسبوک و اینها هستن، 4 نفرش نمیاد نگاه کنه. حالا من دوباره برم یکی یکی، بیشتر اینایی هم که اونجا هستن همه جوان هستن، و من متوجه شدم متاسفانه جوانای ایرانی یه عقده خاصی الان دارن و یه عصبانیت خاصی که نمیدونن این از کی عصبانی هستن. به همه میخوان بپرن، به همه میخوان حمله کنن بمانن. اگه کسی تجربه بهتری از کلاب هاوس داره میتونه پیام بذاره برای ما بگه خواصش چیه، یا اگه کسی تجربه اون پلتاکو داره، کلاب هاوس رو هم داره، این دوتا رو برای من مقایسه کنه. من هیچ تفاوتی ندیدم، یه نفر میاد میشه مدیر اونجا، اون وقتم پلتاک همین بود، میگفت ماکسیموم 200 نفر، بعد یه دیوونه ای مثل سعید سکویی رو میوردن اونجا واق واق میکرد و فوش میداد، هی ادمین باید میکروفونش رو قطع میکرد، بعد خود اون میرفت یه اتاقی باز میکرد، دوستای همزبون خودش میرفتن اونجا به همه فوش میدادن و هیچ چیزی نصیب هیچ کس نمیشه. به نظر من حالا همین تلویزیون هم ویدیوها اینجوریه که آقا من نشستم اینجا میخوام حرف بزنم، حرفمو میزنم. شما دوست داشتی موقعی که برنامه زنده است میای نگاه میکنی، دوست نداشتی وقت نداشتی، فردا مثل کتلت مونده میای میخوری، شاید هم گشنت باشه خوشمزه تر باشه. بعد نه دعوایی با هم داریم، نه میخوایم دین کسی رو عوض کنیم، نمیخوایم چیزی رو به کسی ثابت کنیم. آقا من نظرم اینه که ترامپ به مردم آمریکا خیانت کرد،
527,000 نفر. آمریکا 4% جمعیت دنیا رو داره ولی 20% به اصطلاح کشته شدگان کووید از آمریکان، بیشتر از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، ویتنام، این سپتامبر 11 تا حالا کشته شدن. و دیشب آقای بایدن اومد چقدر قشنگی مرد صحبت کرد. اولا از جیبش یه کاغذی در آورد، گفت من تعداد اینایی رو که مردن تو جیبم هر روز به روزش میکنم که یادم باشه. صحبت کرد برای خانواده اونا، طلب صبر رو اینها کرد، همدردی کرد باشون. و آدم اینو که مقایسه میکنه با ترامپ، گاهی وقتا میگه خب خوب شد اون اومد تا ما قدر همین سیاست مدارا رو هم بدونیم، اقلا اگه اینقدر خوبن ازشون تشکر کنیم. خبر دیگه ای که باز این هفته آمریکا به اصطلاح درگیر باش بود، این ماجرای 1400 دلاری بود که آقای وهابی به اشتباه میگفت ترامپ 2000 دلار امضا کرد. نخیر، ترامپ میخواست 2000 دلار بده که بلکه مردم بهش رأی بدن، نشد و طول کشید و اینها 600 دلارش رو بعدم ترامپ که از جیب خودش یا از کیسه ارث پدرش نمیاره که، اینا از پول مردمه. همین خود الان بایدن که این کارو کرد، دیروز داشتن تو رادیو صحبت میکردن که آقای شهروند، شما که الان 1400 دلار میگیری 5000 دلار این بدهی میشه، پسرت، دخترت، نوت باید این پول رو پرداخت کنن، مگر اینکه دوباره یه شارلاتانی مثل ترامپ بیاد بگی من خدای بدهکاری هستم، بلدم چجوری بگم که جون خدا میگیره فلانجا رو طلبکار و بزنم زیر پول. ولی اینجور هم نیست، الان بانکای خارجی اومدن دنبال ترامپ و خودش هم بلند شد از میامی، از فلوریدا اومد نیویورک ببینه خیلی خرابکاری شده اونجا. حالا ببینیم این دادستان مادستان اینا وایسن مقاومت کنن و اینو به اصطلاح به سزای اعمالش برسونن، چون اینجا حق مردم رو خورد، یه شهر رو خراب کرد. آتلانتیک سیتی برید توی گوگل بزنید، همین یه دو هفته پیش یه ساختمون بزرگی رو که این پول نداده بود و خراب کرده بود و خرابه‌ای شده بود و اینها، وقتی هم یه جا خرابه میشه باعث میشه که معتادا برن اونجا، به اصطلاح از لحاظ بهداشتی حیوانای استری میگن، حیوانای سرگردان نه، حیوانای همینجوری تو خیابون ولن برن اونجا و اینها. این بود که با بمب منفجرش کردن ریختن پایین. و خیلی جالبه این ساختمونی که ریختن پایین، یاد اون ساختمون شماره 7 مال چیز میافتیم که اونم مثل این پایین ریخت. میدونید اینجا که اونایی که تو کار دمولوشن یا خراب کردن ساختمون ها هستن، همینجوری که مهندس های سازندگی داریم، مهندس های این داریم که خراب میکنن، میدونن که بمب یه جاهایی میذارن ساختمونه رو قشنگ اینجوری مثل جعبه آکاردون اینجوری میاره پایین، یا مثل ورق بازی تپ 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 تق تق میاد پایین و یکم هم خاک میکنه و تموم اینها. و اینم مثل یه نمایشه، ازش هم فیلم میگیرن اینها. و دو هفته پیش اون ساختمون رو ریختن پایین، حالا ببینن بدهکاری هاشون چی میشه. اینجا بعضی وقتا وقتی این شرکت هایی مثل مال ترامپ و اینا میرن داون، میرن ورشکست میشن، اونایی که به اینا پول دادن اعتبار و اینا چیزی دستشون نمیگیره، معمولا بانک هستن و اینها، برمیگردن از من و شما اون پول رو میگیرن. حتما میپرسید چجوری؟ اگه 3 دلار یه چیزی رو چارج میکردن میکننش 5 دلار، اگر 30 دلار جریمتون میکردن میکننش 45 دلار. دیر کرد و اینا، این چی نزولا رو میبرن بالا و الا بانک از جیب خودش ضرر نمیده. یعنی این که ترامپ هم قبل از اینکه رئیس جمهور بشه واقعا به مردم آمریکا زنگ ضرر زد، هم یه سالی که 4 سالی که رئیس جمهور بود ضرر زد، ولی یه جورای این کووید واقعا آمد مردم آمریکا رو نجات داد، مردم دنیا رو نجات داد از دست ترامپ. و الان تو رادیو تلویزیون‌های آمریکایی میگن دیگه اسمش هم نیاریم، میگن این موجود اینقدر پلید و کثیفه که وقتی اسمش رو میاریم روی اعصابمون اثر میذاره، اثر بد میذاره. راجع به پیام صحبت کردم که پیام بذارید برای چیز، آقای اکبری باز هم لطف کرده و دو سه تا پیام گذاشته درباره اون فیلم هایی که ما گفتیم. بهترین کار اینه که من پیام ایشون رو پخش کنم و
این هم براتون بذارم که حواستون پرت نشه، شما هم بیننده برنامه تلویزیونی باشید. اون روز کی بود میگه این مصداقی 5 ساعت برنامه میذاره، نه دستشویی میره نه آب میخوره. گفتم خب برای دستشویی پوشک بزرگساران میبنده و برای آب خوردن و اینا هم اینا فکر میکنن اگه آب نخورن یا نوشابه‌ای ننوشن جلو تلویزیون هنر کردن، در صورتی که به مرض قند و نمیدونم مرضای دیگه دوچار میشن. من یاد گرفتم که هر وقت تشنمه آب بخورم، هر وقت احتیاج به دستشویی دارم بلند شم برم دستشویی، هیچ تعارفی هم ندارم. و الی آخر بریم سراغ آقای اکبری و خوشحالم که ایشون وقتی میگه میره فیلم رو نگاه میکنه، نظرش رو میده و موضوعی رو که توی این فیلم میگه و نمره‌ای که کم میکنه کاملا منصفانه و درسته. زیر نویسه فیلم ها بعضی وقتا اگه نگاه کنی اینا وقتی می نویسن نوشته سفیده، مثلا پیرن طرف هم سفیده پیدا نمیشه، ولی بعضی ها که کارشون بهتره درست داره وقتی زیر نویس هست زیر فیلم، اون زیر نویس رو سیاه میکنن که شما بتونی کاملا جمله رو بخونی. اگه زیر نویس با خود فیلم همزمان نباشه، شما هرچی هم خودتو کنترل کنی بعد اذیت میشی، حتی موقعی هم که همزمانه اذیت میشی، نگاهت میره به زیرنویس، حرف رو متوجه نمیشی و الی آخر. حالا من یه فیلم میدیدم که زیرنویسه یه مقدارم تأخیر داشت، اون دیگه باعث میشد که من اینو آف کنم، اون دیگه باعث میشد که شما بیشتر گیج بشی. ولی حسنش این بود اگه یه چیزی گفته بودن شما متوجه نمی شدی، اون وقت رو نوشتش که یکم دیرتر می اومد متوجه می شدی. بریم، ایشون 3 تا پیام گذاشته، 2 تا 1 دقیقه‌ای یعنی 59 ثانیه‌ای و 1 دونه 20 ثانیه‌ای با هم می شنویم. سلام آقای سوربی، اکبری هستم از برلین. این هفته قرار بود راجع به فیلم میلیونر میامی و 1000 تو صحبت بکنیم که اون فیلم پرزیدنت که دیدم واقعا حیف هستش که اول درباره این پرزیدنت صحبت کنیم، میذاریم برای هفته های بعد با امید خدا. من با یکی از مخمل باف اصلا خوشم نمیاد، ولی فیلمش واقعا قشنگ بود. یه اشکالی بزرگی داشت، اونم زیر نویسش بود که اون اگه آدم بتونه وقت داشته باشه دوبار نگاش بکنه فیلم رو، قشنگ میتونه همه چیشو بفهمه. یکی از بهترین فیلمایی بود که دیدم. بعد همون کیفیتش کم میشد، آدم نمیدونست فیلم نگاه کنه یا زیرش بخونه. فیلمم بر اساس ضرب المثل چی میگن که ظلم پایدار نیستش درست شده بود. آخر عاقبت زورگویی و دیکتاتوری رو نشون میداد. نمونش دیده بودیم در خودمون، تو عصر خودمون دیدیم، درباره صدام حسین بود و قذافی بود و همین آلمان، هونیکر رئیس جمهور آلمان شرقی. هیچ وقت فکرش نمیکرد بیارن بندازنش تو زندان معابید یا جلو دادگاه معابید بشونن محاکمش بکنن. اینا آخر عاقبت دیکتاتوری بوده که دیده بودیم. اگه شاه هم تو ایران مونده بود، سرنوشتی بهتر از این پرزیدنت نداشت متاسفانه. به هم ریختن زندگی و مردم رو دیدیم که آخرش بعد خودکشی به خاطر زور گفتن دیکتاتور و اینا رو هم رفته. فیلم خیلی قشنگی بود و من فقط به خاطر اون زیرنویسش از 20 نمره یه نمره ازش کم میکنم، بهش 19 میدم. قربانتون، خداحافظ. بسیار ممنون و متشکرم از شما. فیلم پرزیدنت رو من قبلا دیده بودم، ولی آقای خسرو بهرامی از نیویورک
به من گفتن و ما هم گفتیم به شما دوستان. ایشون هم لطف کرد نگاه کرد. ضمناً آقای بهرامی گفت که الان که مردم خونه نشستن و بیکار هستن و اینها، این فیلمایی که مال ایران هست، حالا یا با پای پیاده طرف راه رفته از این دوربینای گوپرو یا دوربینای با تلفنی گذاشتن و خیلی قشنگ راه میره و فیلم میگیره و اینها، من مال شیراز نگاه کردم، چند نقطه شیراز، بازار وکیل، ارگ کریم خان و اینها، خیلی قشنگ هیچ حرفم نمیزنه راه میفته میره. و کشورهای دیگه هم هست، مثلا مال آمریکا هم هست. ایشون میگه اینا رو نگاه کنید. گفتم که اینا رو ما میتونیم اینجا، کاری هم برای من نداره حقیقتش، 5 دقیقه 10 دقیقه وقتمو میگیره که از یوتیوب بذارمش رو سیستم کامپیوتر خودمون، بعدم که اینجا این دستگاه اتوماتیک نشون بده. ولی ما میگیم که اون دوستانی که در تلویزیون مردم برنامه دارن، کانون آوا، آقای ارشاد، خودمون، خب این قسمت تلویزیون مردم رو بذاریم برای اونا، اگه قرار تکرار بشه برنامه اینها بیشتر چیز کنه. البته من متوجه شدم مردم تیوی دات کام واقعا خیلی کم مراجعه میکنن. اتفاقا میخوام ازتون خواهش کنم که اگر صدای منو میشنوید و این برنامه رو میبینید، حتما گاهی وقتی هم مردم تیوی دات کام و مردم ریپورت دات کام رو یه نگاهی کنید و روی مردم ریپورت دات کام، نه دات نت، روی مردم ریپورت دات کام که این اصلی مردم ریپورت هست، شما میتونید حتی فیلم های یوتیوبی که خودتون دوست دارید بذارید اونجا. یعنی آقای خسرو بهرامی میتونه یه فیلمی که دید، به جایی که به من تماس بگیره و حتی به من هزینه پرداخت کنه یا به مردم تیوی کمک کنه، فیلمه رو بذاره اونجا. شما هم همین کار رو میتونید انجام بدید. آقای اکبری فیلم پرزیدنت رو میتونه بذاره اونجا، فیلم های دیگر رو میتونه بذاره اونجا. همین قسمت سمت راست نوشته شما هم میتونید ویدیویی که دوست دارید بذارید اونجا. اون شرطش اینه که ویدیو تو یوتیوب باشه، چون ما نداریم امکاناتی که بتونیم به هر کسی اجازه بدیم بیاد و انباری داشته باشه و اینها، داریم از اون استفاده میکنیم اونجا هست اینا. در صورت اگر یه سری به مردم تیوی دات کام بزنید، روی آگهی ها گاهی وقتی یک کلیک کنید، ما میلیونر و میلیاردر نمیشیم، ماکسیمومش اینا یه سنت یا دو سنت برای هر کدوم از اینا پرداخت کنن، اگه پرداخت کنن. ولی اینه که به اصطلاح راکد نمیمونه اون وبسایت و اینها. و اجازه بدین پیام یک بیننده خیلی گرامی، یک بانوی ایرانی رو براتون پخش کنم که ایشون، آقای اکبری گفت از برلین، خب مسئله نیست پس منم میگم، چون من نمیگم دوستان از کجا هستن و اینها و به من مربوط نیست، از هر جایی میخوان باشن، مگر اینکه خودش دوست داشته باشه، عادتش باشه. من اتفاقا دیروز توی یکی از این اتاقای سوشال، امروز صبح بودم و گفتم که من سوربی هستم از شیراز، حالا توی ویرجینیا هستم، 20 دقیقه با کاخ سفید و 25 دقیقه با چیز، یه آقای شیرازی که اسمش اکی هست، احتمالا اکبر گذاشته اکی، خیلی هم آدم راحتیه، صحبت میگه، گفت آقای حالا خیلی خوش آمدی و اینها، ولی شما چرا عنوان کردید که اینجا؟ گفتم برای که ویرجینیا دو قسمت داره، یکی بهش میگن نوردن ویرجینیا یعنی ویرجینیای شمالی، یکی بهش میگن وست ویرجینیا یعنی ویرجینیای غربی. ویرجینیای غربی خیلی همون کلومی هستن و اصلا جوکای بدی هم دربارشون میگن. این ویرجینیای شمالی چون نزدیک به واشنگتن و اینها خیلی گرونه. بعدم اینو میگم که دیگه جام معین بشه، چون شما وقتی هم میگی واشنگتن، آمریکا دو تا واشنگتن داره، یه واشنگتن اینجاست دیستریکت آف کلمبیا که پایتخته، یه واشنگتن اونور طرفای کالیفرنیاست که به اون میگن واشنگتن سیاتل. اتفاقا یه دوستی لطف کرده بود، زحمت کشیده بود، مبلغی رو برای تلویزیون مردم فرستاده بود، وقتی ما رفتیم وسترن یونیون بگیریم شماره درسته، آقا هم نشون میده به من، میگه اینها نوشته اینجا پول هست، ولی این شما باید واشنگتن اونجا باشی. گفتم خب اینم مسخره در آوردین، این مال زمان تلگراف و اینا بوده، الان که دیگه فرقی نمیکنه، من هر جایی میرم شما باید اینو بدی. اون گفت نمیشه. به این دوستمون گفتیم آقا اصلا نخواستیم، شما برو پولا رو پس بگیر، اقلا این وسط ملاخور نشه. ملا این وسط کیه؟ بانکای آمریکایی هست،
همین وسترن یونیون، اون شرکتایی که پول میفرستن، مانیگرام و اینا هستن. چرا بانک به شما میگه اگه میخوای برای دخترت، پسرت، صابخونت چک بفرسی، چک خودتو ننویس، بذار تو پاکت، پست بزن، فلان، به ما بگو ما براشون چک میفرسیم. هیچ وقت از خودتون پرسیدین چرا این کارو بانک برای شما مجانی انجام میده؟ همه امیدشون اینه که این وقتی میرسه به دست سوربی، این یادش بره، همینجوری اینجا بمونه، خونه سوربی آتیش بگیره، کاغذاش گم و گور بشه، این چکه بره. چون این چکه بلافاصله اون کسی که نوشته فرستاده از حسابش کم شده، ولی تا زمانی که اینجان پولی از بانک نرفته. فکر کنید چقدر اینایی که میگه بیا حساب باز کن، 100 دلارم بهت میدیم، 200 دلارم بهت میدیم، برای چیه؟ چرا به شما میگه اگه 10,000 دلار بذاری 4 ماه دست بهش نزنی، ما نمیدونم اینقدرم بهت جایزه میدیم، کیف بهت میدیم، کفش بهت میدیم، یه مش از این آشغال ماشغالا. میخواد شما بری حساب باز کنی، بعدم یادت بره، بچه‌هات هم نتونن این پولو پیدا کنن. برید ببینید این بانک‌ها چقدر پولای مردم رو کشیدن بالا. بازم ممنون از آقای اکبری عزیز. آقای زمانیان میگه فیلم پرزیدنت واقعا عالی بود و پرخرج، حق با آقای اکبری هست. بله، راجب اون زیرنویس و حالا لابد به راجب مخمل بافم شما حق میدید با آقای اکبری، چون خود منم از اینایی که اینه، اون یکی ده نمکیه، اینا کی هستن؟ اینایی که با رژیم بودن، همین محمد نوریزاد که من دوبارم باهاش مصاحبه کردم و توی مصاحبه‌مون حتی قبل از اینکه بیایم رو ایر، من متوجه شدم این فقط به فکر اینه که چیزای خودشو آزاد کنه و نگرانیش وسایل که گرفتن اینا. حالا که زندانه، گویا وقتی همسرش میره ملاقاتش اونجا خودزنی میکنه. شما ببین اصلا گروه پدر آخوندا، گروه پدر حکومت، گروه پدر هر کی مسئول زندانه، ولی شما بشینی یه هفته همسرت بلند شه با این درد سرا که حالا یا با اتوبوس میان یا با ماشین میان، چقدر بهشون بی احترامی میشه تا نوبتشون بشه تو رو میخوان ببینن، اون وقت تو اینقدر احمق باشی که جلو زنت خودتو بزنی. خب با این سلام علیکم بزن، این وقتی رفت خودتو اینقدر بزن که خفه بشی بمیری. بعدم عکسی که گذاشتن، این عکسیه که این عکس رو قبلا هم گذاشته بودن که طرفدارای رژیم اینو زدن چنین و چنان، بعد توی اون خودزنی میگه رگش زده و شارگش. حالا من این عکسی اگه پیدا کنم به شما نشون میدم، اینجاست. شما ببینید این کسی که خودزنی میکنه اینجوری خودشو میزنه؟ ولی من فکر نمیکنم. محمد نوریزاد در سالن ملاقات زندان اوین خودزنی کرد. تا یه حرفی هم میزنیم 4 نفر نادان نسنجیده میان میگن آقا چیکار کنیم، باید هم بکشن تو بعدن شما قبول کنید. آقا بذار بکشن، خودشون به جون خودشون افتادن. همین آقای نوریزاد چیکار میکرده؟ این آقای نوریزاد یه پایه تبلیغاتی بوده، فیلمایی که میساخته برای آخوندا، جوانای بدبخت رو میفرستاده، نمیدونم با دروغ و فلان و بیسار اینا، برای خواسته های اونا که برید فلانجا رو بگیرید، نمیدونم از فلانجا میریم کربلا، از کربلا میریم قدس، فلان. اینا کیا بودن؟ همین نوریزاد بوده، همین خزعلی بوده، همین نمیدونم آقای سازگارا بوده، همین آقای اکبر گنجی بوده. حالا امروز برگشتن، یعنی اینا با همدیگه میدوزیدن و میخوردن و میبردن. روزی که اون یکی قوی شده گفته من دیگه تو رو نمیخوام، حالا اومدن گریه کنن سراغ ملت بدبخت. اینم از این. بریم پیام این دوستمون رو بشنویم. صدای تلفن شما فکر کنم اشکال داره، من همین کیفیتی رو که گرفتم پخش میکنم که شما متوجه بشی که اگر میشه از یه تلفنی بهتر، یا بالاخره ما ممنونیم که تماشا میکنید. ایشون حتی گفته که نمیتونن برنامه ها رو به صورت زنده ببینن، مجبورن از یوتیوب تماشا کنن. دوستان اگر تلفن دارید، چه اندروید چه آیفون، شما مردم تیوی رو بدون اپ میتونید روی تلفنتون داشته باشید. خب اینها بذارید من به شما نشون بدم. مردم تیوی اینه،
ببینید مثلا من گذاشتمش اینجا مردم تیوی، اینو میزنم همین صفحه میاد، بعد اینو میاریش بالا، این پایین داره کار میکنه اینجاست، میزنی بفهم اینا میتونید مثل رادیو گوش کنید، تو ماشینتون گوش کنید، همه همون بانویی هم که میگه من نمیتونم برنامه زندتون رو ببینم، بله بعضی وقتا یوتیوب میگه نمیدونم شما باید عضو باشی تا بتونی رو تلویزیونت ببینی، ولی اینجا این از یوتیوب نیست، این از وبسایت ما میبینید. اینم یه دلیل دیگه که شما برید مردمتیوی.com رو نگاه کنید. مردمتیوی.com یه دوتا آگهی این ور اون وره، این وسط پایین اون پلیری هست که بهتون میدیا رو نشون میده. حالا این دوستمون میگه آقا ما رو جون به لب کردی تا این پیامو پخش کنی. این پیامو اجازه بدید با یه عکسی من بهتون نشون بدم. بذارید ببینم اینه. نه. یه عکس، آها من این عکس رو میذارم اینجا به جای اون عکس نوریزاد. شما این پیامو گوش کنید، پلیر 3 و پیام این بانوی بیننده از برلین. سلام آقای صوفی، من از برلین تلفن میکنم. من حرفای شما رو گوش میدم، واقعا از دل من صحبت میکنیم و درباره این قاچاقچی ها و درباره مردمی که تو ایران هست اینا که هیچ مسئولیتی سرشون نمیشه و همش غر میزنن، واقعا گل گفتی. من داشتم این نگاه میکردم در باره بازجویی یک دوز ماشین های خودرو و اینا که اساس توش رو میدوزن و میفروشن. بعد این فوتوانه حدیث از دوزی پرسید که این اینا که میدوزی میفروشی مردم نمیگن که اینا دوزیه؟ گفت چرا میدونن ولی خب میخرن. گفت هیچ که تالا نگفته که اینو مثلا حرومه اینا. گفت نه، تو 30 نفر فقط یکیش یا دوتاش گفتن که نه ما نمیخریم اینا دزدیه. این مردم اصلا خوششون نیست چیزای قاچاق رو بخرن برای که ارزون تره، چیزای دزدی بخرن برای ارزون تره. هیچ کس از اینا نرفته به پلیس بگه که اینا دزدن یا ببینه جان کارا رو میخرن برای که ارزون تره. یعنی مردم خودشون به طلاق این قاچاقچی ها و این دوزار رو پشتیبانی میکنن. داری که مسئولیتی سرشون نمیده، همه قرض میدنن، همه فروش میدن، همه چیز میکنن، ولی هیچ کس خودشون مسئول نمیدونه، هیچ کس خودشون مسئول مملکت نمیدونه که بره از اون بالا بپرسه چرا مثلا اینقدر سختگیری نمیکنه. اگر سختگیری کنن داد و بیداد در میاد که چرا شما سختگیری میکنی، چرا دوزار میگیره. اینا واقعا من از برنامه‌شون واقعا خوشم میاد به خاطر که به مردم میگه، یعنی آینه رو جلو مردم میگه، میگه که این از خودتونه، یعنی از ماست که بر ماست. خب دیگه برای همکار چشما خودتون میزنید، موفق باشید، خداحافظ. خیلی ممنون، خدا حافظ شما. متشکرم که برنامه رو نگاه میکنید و بیشتر تشکر میکنم که وقت میذارید، پیام میذارید، ما رو دلگرم میکنید که احساس کنیم که تنها نیستیم و به قول معروف ما یه مریضی نداریم که به جای چاپلوسی و تملق و قربونت برم و فدات بشم و ما ایرانی ها بهترینیم هی گول مردم بزنیم. ما همون جوری که شما گفتید یه آینه ای رو میگیریم جلو طرف، آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن، آینه شکستن خطاست. در صورت اینم از این، حالا این عکس این بانوی رو که با عینک شکسته هست من چرا میخوام دربارش صحبت کنم. نوشته بمیرم برات مادرم که ما برای ساخت زری تا
طلا میلیاردها تومان پرداختیم، اما پولی برای خرید عینک، یه بار دیگه بذارمش اینجا باشه، سه ببخشید، بله، اما پول برای خرید عینک برای چشمهای کمسوی تو کنار نگذاشتیم. خدایا ببخش که عبادت را در بوسه بر طلای نمیدونم قبور جستجو میکنم. یکی دیگه هم زیرش نوشته بود که در ایران زنده ها در قبرستان میخوابند و مرده ها در کاخ. این برش عکس امام رضا و عکس قبر خمینی و اینا رو انداخته بود. ببین آقا، این عکس به این قشنگی رو یه عکاس ماهر گرفته. حالا عکاس ماهر نگرفته، این آقای اکبری گرفته، آقای زمانیان گرفته، سربی گرفته. عکسو گرفتی، بمیرم برد ننه جونم نوشتی. خب آخه پوفیوز، خودمو میگم، رفتی یه عینک برای این بخری؟ رفتی تو این فروشگاه ها که عینک ها رو میریزن دور؟ آقا خانم، آمریکا به همین آمریکاییش وقتی من میرم عینک جدید میگیرم یه کاغذ میده، میگه اگه عینک کهنه دارید تو خونتون بیارید بریزید توی این، ما میبریم میدیم به اونایی که پول ندارن. اینجوریه که آمریکا آمریکا میشه و اینجوریه که ایران اینجوری میشه. آقای بمیرم برات قبر فلان گردن مام فلان، بارها گفتم یه بار دیگه هم میگم، همین یه سال دو سال قبل از انقلاب بنده توی کرمانشاه سرباز بودم، در زمان شاه سه روز در خیابانها ما کشیک میدادیم که کاروان به اصطلاح طلا و پول و این چیزا بره از ایران به عراق، در زمان شاه، برای کربلا و برای فلان گنبد و نمیدونم بارگاه طلا. شما به حرف من قبول ندارید، این عکس رو بذارید بهتون نشون بدم. انقدر عکس دارم که یه نفرم زنگ زد آقا شما هر دفعه میگی من عکس‌ها رو دفعه دیگه نشون میدم ولی یادت میره. گفتم چشم، سعی میکنم این هفته حتما این کار رو انجام بدم. خب که فقط یه کم باید من اینا رو ردیفتر کنم بهتر. شاه چراغ بفرم، یه نمونش نگاه کنید، اینو میاریم اینجا select area. دوستان سال 1340، یعنی حتی 42 هم نبوده، 15 خرداد 42 اینام نبوده. ببینید سال یا شنبه یا یک شنبه دهم اردیبهشت ماه 1340 شماره 5244 یا 5344 گنبد حضرت شاه چراغ طلاکاری می شود. هزینه طلاکاری این گنبد بالغ بر 31 میلیون ریال است که از محل موقوفات آستان قدس رضوی پرداخت خواهد شد. شیراز، آقای مهندس قهرمانی که این قهرمانی هم تورج و فرج و اینها هم همسایه های ما بودن، خیلی هم خانواده بزرگی بودن. من دوچرخه نداشتم، با تورج میشنسیم، با بیرفتیم هنرستان با هم. هر جا هستن سلامت شاد باشن. ماشاءالله 7-8 تا پسر، 2-3 تا دختر، بچه خانوادهشون خیلی به اصطلاح پر جمعیت بود. حالا قهرمانی ها زیاد بودن، فکر کنم ترک قشقایی اونام بوده. بگذاریم، ببینید از اون موقع اینا بوده. و یه بحث دیگه بود باز که این اسلام از ایران رخت بر نمی کنه. شما بهتر اگه میخواین برنامه هم بذارید، مثل یه درخت کهنه ای هست که میگید آقا این خیلی جا میگیره، ولی طرف میگه آقا این بعد از زورا پدر بزرگمون میاد میشینه اینجا زیر این درخت، یا میگه پدر بزرگمون این درخت رو کاشته، بعد شما میای خونت رو دور اون دیوار درخت میسازی، یعنی به خاطر پدر بزرگت، به خاطر مادرت فلان، این درخته حتی اگه بدم هست خطرناکه نمیزنیش. این هم همینه. حالا هی شما وایسا فوش بده، هی شما وایسا یه چیزای مزخرف بنویس. یا دیدم یه نفر اومده نشسته
خیلی هم شیک کرده جلو دوربین با آب و تاب. در ایران یه جنگی شد، یه نفری بود که هر کسی رو میگرفت روز به روز انگشتاشو میزد، 4 تا انگشت یه قهرمان زد، بعد این قهرمانه حالا بدون با انگشت پیروز نشده، بدون 4 تا انگشت پیروز شده، اومد پیروز شد، وقت پیروز شد اینجوری میکرد. بعد این کلمه بیلاخ بعدن شد بیلایک، فیسبوک که میگه لایک، من از این گفتم آقا خجالت بکش. حالا گیرم که همین داستانی که شما میگی درست بوده، یه متجاوزی اومده و اون بیلاخ 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 شده بیلاخ. بعد تازه ما اینو به عنوان فوش تو ایران استفاده میکردیم، الان دیگه از دوره که اینا اومده به عنوان گود لاک و اوکی قبول شده، و الا تو ایران این فوش بود که تو آمریکا این فوشه. من نمیدونم این پدرسوخته ها روانی هن میشینن این مزخرفات رو مینویسن و هی هم پخش میشه، بعدش هم زیرش مینویسه اگر وطن پرست هستی برای دیگران بفرست. خب یه سری هم احمق هم میگن ما این نفرسیم وطن پرست نیستیم، ای مردشور این وطن پرستی تو ببره که یه مشتی دروغ دارید هی نشر و انتشار رو پخش میکنی. یا نمیدونم هنر نزد ایرانیان است و بس، یا ما بهترین نژادیم فلان. آقا ولمون کنید تو رو خدا. امروز یکی نوشته بود چهارشنبه سوری جشن بزرگ، نوشتم آقا چه جشنی، چه سوری، چه زوری، بدبخت، پدر مادرامون گرسنگی میکشیدن، باید رو سر خودشون چادر مینداختن میرفتن گدایی در خونه این و اون. خجالت بکشید، ول کنید، بره آقا برو یه جشنی بذار. جشن امروز من خوشحال هستم، اگه کسی هم بهت حرفی زد از صبح تا عصرم برقص. اتفاقا دیدم یه آقای خیلی موزیک قشنگی گذاشته بود تو خیابون، مردم هم دورش جمع شده بودن، البته یه عده ایراد گرفتن که آقا ایام کرونا چرا این کارا رو میکنید فلان نه، ولی دیگه مردم هم دارن میپوسن از به اصطلاح تو خونه نشستن. ضمناً از اون ور شب نگاه میکنم این آقای شهاب حسینی مردک دیوانه عوضی میاد 300 نفرم آورده اونجا، دلشونم خوشه یه ماسکی بستن داخل سالن. آقا این هوای داخل سالن میگه خیلی بده، برای که حالا بین خودتونم اگه فاصله هست باز این هوا تو اون محیط میگرده از طریق فیلتر کولر میره دور میزنه برمیگرده به اون یکی. آقا مردک تو چه احتیاجی به تماشاچی داری؟ تو که داری پولت میگیری، مهمونای از خودت الاغتر هم اومدن نشستن اونجا، دو نفر باهات گپ میزنن، دو تا خانم آورده چقدر ناز میکنن. نمیدونم من با هر کی دوست میشم اولش باهاش دعوا میکنم، بعدن دوست میشم، اونم میگه ت ت ت ت ت، اونم میگه هه هه هه. اون احمقام که اومدن از زور وایسادن گشنه و تشنه تق 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 برای اینا دست میزنن. اگه یکی ازش سوال کنه بگه الان این چی گفت که تو براش دست میزنی، خودش هم نمیدونه. اینم شد برنامه ایران، اون هنرمندامون، اینم کمپوزیسیونمون، اینم مجری برنامه، همه اصلا دست به حسب دم دادیم یه چیز هشلحفه. وقتا چی میگفتن این ماشینای تصادفی هفت بیجا، ماشینایی که میرفت توی اسقاطی، اینجا میگن جانکیارد، یه کاپوت مثلا مال یه پیکان سبز برمیداشت، در عقب مال یه پیکان قرمز برمیداشت، نمیدونم بعدم چی نداشت، قفل نداشت، قفل در پنجره پیچ میکرد بهش، میگفتن ماشین های هفت بیجار. ایران و ایرانی، ما هفت بیجار هستیم یا هفت بیجار هستیم هرچیه، درست نمیدونم از کجا اومده، کسی اگه میدونه ببینه چیه. اینا رو فارسی شما میتونید تو گوگل بزنی بنویسی این ضرب المثل هفت بیجار از کجا اومده پیدا میشه. خب پس این ماجرای عینک این خانم، آقا تو که ازش عکس گرفتی برو براش یه عینک بخر، بعدم بنویس، بنویس که این قبل این بعده، که نفر بعدی هم تشویق بشه. وایلا طرف میره مثلا ایزه آقاجاری نمیدونم کجا عکس میگیره، میگه نگاه کنید مردم رو نفت هستن اینجوریه. من میگم آره پدر سگای آخوندها چه خراب کردن، زمان شاه اینجا همش ساختمونای 5 طبقه بود، به هر کسی هم 5 طبقه داده بودن که یه طبقه خودش مفت بخوره، 4 تا بچه درست کنه، بچه‌هاش هم 4 طبقه برن بالاتر. آقا نکنید الان همین که راه میره فیلم‌ها رو نشون میده تو ایران، اصلا من که دیگه شیراز نمیشناسم.
خب پس فردام لابد ما باید منت این آخونده رو بکشیم که برامون 4 تا جاده درست کردن. خب نشون میده ما ملت احمقی هستیم، برای یه راه آهنی هنوز داریم تو سر خودمون میزنیم. هی میگیم ما بابا اون شپش داشته، آقا رضا اومده. رضا خودش شپش داشته، کسی که ننش اینقدر خر بوده ورش داشته تو اون سرمای زمستون آوردتش. اگه اون داستان درست باشه، اصلا چه داستانی بوده که یه زنی بچهش ورداره تو زمستون، حتی وای نسه بهار بشه، وای نسه تابستون بشه. خب این سامتینگ، یه چیزی را غلط بوده تو زندگی این. بعدم اومده یه آدم عقده‌ای اینجوری، بدبخت رسیدی به قدرت، می‌خواستی مردم رو نگه داری برای خودت، رو دست بلندت کنن، وقتی خواستی بری یه نفر نیومد جلو ماشینت. خب چهارشنبه سوری، مغازه‌دارها از ترس مغازه‌ها رو از ساعت 5 بعد از ظهر تعطیل می‌کنن به خاطر ترقه. و شما بعدش تو بیمارستان ها تو فیلم ها نشون میده چند نفر سوختن آمدن، نمیدونم بچه ها، بعد این ترقه ها رو که مخصوصا میبرن پشت سر زن ها میزنن، چند تاشون بچه سقط میکنن و بدبخت از ترسش دیگه نمیره به جایی خبر بده، به کسی بگه. اینم این، اینم جشن ما ایرانی ها، جشن گرسنگی میگیریم. اون وقت میان گزارشگر خوب من و تو نگاه کن، رفتم مرغ خریدم، اولا هر کدومشون 10 تا نوشابه میخرن. آقا من اینجا هفته تا هفته نوشابه نمیخورم، نه برای که پولش ندارم، برای که شکر خوب نیست. زرت و زرت نوشابه میخورین، خب نوشابه نخورین. نمیدونم مرغ باید پوستشو بخورین، مرغ نخور حالا فعلا، برو تو خیابون بزن آخونده رو بکش. آقای نوریزاد شما که میرفتی میمدی، مردک یه نامه گو خوردم نامه بنویس برگرد، این بار که میری تو دست بال اینا بزن 4 تاشون رو بکش. میشینی تو زندان، زنت که میاد ملاقات، بدبخت زنه رو دغمرگ میکنی که اون زنت هم بهت بگه که خب کوفتی، وقتی داشتی و دزدیدی خوردی بهت گفتم دست بار جمع کن بریم از اینجا، تا هم یه خاوری دیگه هی نشستی، بلکه یه جوری بیشتر بسازی. اینا هم درنت سرویس کردن، چیزات گرفتن. اینم این، حالا بعدم میان فوش میدن توی چیز که آقا او اینجوری. خب سربی خبر جمهوری اسلامی را اکو کردی، این آقا در زندان خودزنی نکرده، چند روز بعد از آزادی خودش از زندان میره ملاقات زندانی دیگری، بهش اجازه نمیدن. وقتی اعتراض کرده مورد حمله یکی از مامورین زندان قرار گرفته، ولی جمهوری اسلامی این عکس را آقا این عکس مال خیلی وقت پیشه سعید جان، این عکس مال الان جدیدن نیست، مال خیلی وقت پیشه که نوشته بود طرفداران جمهوری اسلامی در خیابان بهش حمله کردن. ببینی بدبختی اینه که من امروز از شما سوال کنم، شما یه مرجع درستی به من بگو که من اخبار رو از فردا از اون بگیرم. میگم آقا من و تو با افتخار این آقای فرشید و نمیدونم اون خانمه میاد میشینه، مأمور اختصاصیمون رو فرستادیم فیلم گرفته از خیابان ناصر خسرو. شما اگه اینقدر اطلاع داشته باشی راجع به ویروس، تو آمریکا حاضر نمیشی بری ویروس بازار سیاه بخری. وقتی طرف میگه بیا ویروس، ببخشید واکسن، میگم ویروس، وقتی میگه بیا واکسن از من بخر 250 دلار، نه اسم دارم نه فامیل دارم، پولشم دیجیتالی بفرست که نتونه هیچکم دنبالم بیاد. خب این آمریکا اینجوریه. اون وقت من و توی احمق، ببخشید منظورم تلویزیون من و توی، گزارشگر اختصاصیشو میفرسته تو خیابون ناصر خسرو که واکسن بخره، اونم واکسن فایزر، بعد میگه میتونی من نشون بدی؟ میگه نه اینجا که نیست، که پول که دادی میبرم نشونت میدم. اینی که میگن یخچالش باید نمیدونم منهای انقدر باشه، یعنی سوپر یخچال لازم داره، اینو تو جیبش اونجا نگه داشته. اون وقت میگه که برای مریض میخوام، یکی به این الاغ بگه آمریکا نوبتت میشه. آقا سعید شما که رفتی اینجور هست یا نه، یه کاغذ یه 10 تا 15 تا سوال میکنه، تب نداری؟ مریض نیستی؟ حساسیت نداری؟ اگه باشی بهت نمیزنن. اون وقت این میگه من واکسن برای مریض میخوام، بعدم با افتخار نشون میدن، بعدم هی چپ و راست گزارشگر خوب من و تو. اون احمقی که اینو شروع کرده روز اول گفته گزارشگر برای تلویزیون مثلا خوب من و تو، حالا دیگه میگه گزارشگر خوب من و تو، یعنی خودم خوبم که برای ریپورت کنم، از همه چی هم ریپورت میکنم.
نمیدونم هوا کثیف میشه ریپورت میکنن، بارون میاد ریپورت میکنن، تو دست انداز میافتن ریپورت میکنن، اینا هم برنامه شون رو با اون پر میکنن. بعدم میشینن خانم همچین اینجوری اینجوری میکرد، نمیدونید شما واکسن حالا دیگه چین باید به ما هدیه بده. یه ارتباط بین دولتان که مجانی یه چیزی میدن، مجانی یه چیزی میگیرن. خب هفت بیجار نام یک ترشی همدانی است. این بابو کجایی نمیای؟ خب بهترین منبع خبری قضاوت خودت هست، به هر خبری یکم باید منطقی فکر کنیم. خب همین خبر رو من دیدم، من منطقی فکر کردم، میگم آقا این اکثر رو که قبلا هم نشون دادن و قبلا گفتن اونجوری، حالا میگن خودزنی کرده. خوندم رفتم پایین، زیرش نوشته این وکیلش گفته شاهرگ خودشو خواسته بزنه دستشو رگش و نشده و فلان بیسار اینا. خب بعد به مغز خودم مراجعه کردم، مغز من فندقیه، به این نتیجه رسیدم. حالا شما چیز خودتو بگو آقای سعید خان. آفرین آقای سوری، برای همین استراحت چگویی شما رو دوست دارم. حالا بعضی اوقات یه قرهایی هم اینم وسط دعوا نرخ تعیین میکنه. بله خیلی ممنون، متشکرم. خب حالا کاکو امروز چرا اینقدر بد اخلاق شدی؟ مریضم. این میگم کاکو سعدی شیرازی میگه چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. واقعا هم همینجوری. آقا دماغت میگیره، گوشت هم کم میشنفه، چشت هم کم میبینه، پات هم درد میگیره و همینه دیگه. و ماشین هم همینجوریه. ماشین هم مثلا اگه کارش خوب کار نکنه شما عصبانی میشید، درش هم محکم میزنی و هم ممکنه شیشهش هم بشکنه. بله خیلی ممنون، متشکرم از یکایک شما دوستان. بیشتر تشکر میکنم اگر این برنامه ها رو با دوستان خودتونم شیر کنید. اگر ازشون میترسین بنویسید که ببینید این مردی که مزخرف چی میگه، اون وقت اونا میان میگن آله این اصلا ضد رضا پهلویه. آه ببخشید من دیگه از امروز ضد رضا پهلوی نیستم. اومده یه کاغذ گرفته دستش، فکر کنم اینم مامانش براش درست کرده. نه به انتخابات. آقای زمانیان هم خیلی قشنگ، آقای زمانیان اون اکثر ها اینجا نمیتونی شما عکس بذاری، اون اکثر من الان نشون میدم ببینم چی میشه. خب این یکی. حالا که سعید اینجاست، اتفاقا رو تصویر ما اینجا یه نوشته ایه که مال فیسبوک سعید بوده، من براتون میذارم که در رابطه باهاش قبلا صحبت کردیم و ببینید یکی از چیزای خوب برنامه اینجوری اینه که از هر دری سخنی و از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ما براتون میگیم. ببینید نوشته فضاپیمای امارات متحده عربی در مدار مریخ قرار گرفت. خب این مال یکی دو هفته پیش. بعدش هم ما شنیدیم که دختر شیخ دبی به اصطلاح تو خونه تو کشور خودش زندانیه و چنین و چنان. سعید جان اینجا نشته 50 سال پیش پیکان ساخت ایران و محصولات صنعتی کارخانه ارج به تمام کشورهای اطراف خلیج فارس صادر میکردیم. دبی و ابوظبی دکوره بیش نبودن. من نوشتم دوست گرامی، من فردا درباره صادرات ایران به کشورهای عربی صحبت میکنم، اگر مایل باشید میتونم با شما تماس بگیریم تا شما هم نظرات خود را با بینندگان در میان بگذارید. با امید روزهای بهتر و اینها، روزهای بدون دیکتاتور. که دیگه ایشون جواب نداد ولی ما اومدیم حرفمون رو زدیم. آقا پیکان از روزی که اومد تو ایران مردم باید پول مینوشتن تو نوبت وای میسادن میگرفتن. چه آقای خورسندی، مهندس خورسندی که معلم من بود اول سال اول هنرستان که اون وقت هم است که 12,000-13,000 تومان بود شروع شد، بعد همینجور رب به طرف 30,000 تومان. خب اون وقت اینا میومدن اینا رو میذاشتن روی لنجا و نمیدونم فلان صادرات میدادن پیکان جوانان رو به کشورهای عربی 12,000 تومان 13,000 تومان. آقا این که صادرات نشد، این باج دادنه، این تبلیغ. اون روز چند روز پیش دیدم این زنه که فرح دیبا میگه که جشن‌های 2500 ساله همه کشورها یه نمایندگی‌های تو کشور خودشون باز کرده بودن راجع به جشن 2500 ساله. این زنک من نمیدونم هنوز دوا میکشه، به جای سیگار حشیش لول میکنه میکشه. آخه
کشورهای معتبر دنیا اومدن دفتر زدن تو کشورشون که راجع به یه جشن عقب افتادگی ما صحبت کنن، یا اینکه شما پولای مردم بیچاره رو برداشتین، هر کدومتون فامیل و نمیدونم دوست و دوست پسر و نامزد قبلیتون اینا رو آوردین گشتین سر کار و این پولا رو اینجوری حیف و میل کردید، 4 تا رئیس جمهور کچلاباد و نمیدونم چی میگفتن کمره، حالا کمره یا بهشون بر نخوره، آوردید اونجا اینا رو نشوندید تو آفتاب، بعدم گفتید ما انقدر قدرت داریم که اینا رو آوردیم تو آفتاب نشوندیم، ما انقدر احمقیم که مهمونا رو آوردیم وسط تابستون تو آفتاب شیراز. آفتاب شیراز وقتی ما راه میرفتیم از اینجا نگاه میکردیم سر خیابون اونوری بریم اونور، چون اونجا 4 تا درخت یا یه خونه بلند بود سایه رو سر اون باشه، روز زیر سایه که میرفتی خونه بود، تو آفتاب که میمدید مغزت میخواست جوش بیاره. آقا این که صادرات نمیشه عزیز من، این مزخرفات چیه؟ و شما میگی ما شدیم اکو، آقا به گور پدر آخوندا، اصلا این بلنگوشون تو فلانجاشون، آخه دیگه زور میاد به آدم، آدم باید حرفشو بزنه دیگه. بفهم خب، امروز ساعت 4 بعد از ظهر، الان 3:04 است، یعنی 1 ساعت کمتر، آقای حسن ارشاد از ایران برای شما یه نقد تخصصی بهائیت داره، برنامه شماره 309 خاطرات خلیل شهیدی خادم برجسته آقای عبدالبها، ببینید و چیز کنید. میگه آقای سربی یادت میاد از زندانی امیر انتظام گفتی که عمرش را هدر داد و زندان، الان اسمی از اون نیست و فراموش شد، نوریزاد هم مثل اون، خدا پدر مادر شما رو بیامرزه. منم همینو میگم، آقا چرا راه دور میری؟ حالا اون که پیر بود امیر انتظام، سنی ازش گذشته بود، مرخصی بهش میدادن، خود اونم با همین دولتی ها بود، یه کاره بود، سفیر بود، چی بود بماند. این بدبخت درویش 30 ساله، چقدر 32 ساله، این 2 هفته نیست الان مرده یا کشتنش دیگه، اگه الان اسمش بپرسی من یادم نیست، از همین شما بپرسن کی اسمش اینجا یادشه؟ بعد باورتون میشه این آخوند به این آخوند جنایتکار 200 میلیون برای این چی گذاشته؟ وثیقه. اینایی که ای جونم به فدایت، ای رهبر نمیدونم چی میگن اینا، جانم فدای ایران، 200 میلیون جمع نکردن بدن این بدبخت بیاد بره، اونا هم بهش میگن آقا ول کن این درویش مرویش، این مشنگ بازیات چیه، برو به زندگیت برس، برو به بچت برس، برو به زنت برس، برو به خانوادت برس. کشتنش تموم شد رفت، دوباره یکی دیگه. آقا میرن با این خانواده ها عکس میگیرن میخندن. من الان بهتون نشون میدم، همین 2-3 روز پیش باز یه خانمی بود، اقدر ماشاءالله زیادن که دیگه آدم یادش نیست کی به کیه. من عکس به شما نشون میدم، شاید اون روزم به شما نشون دادم، شما این عکس رو ببین، به من بگو کدوم انسان سالمی میره دیدن یه مادر داغدار و وای میسه کنار دستش، اونم عکس بچهش دستشه، با اون عکس میگیره اینجوری میخنده، اون وقت همین میاد تو برنامه‌های تلویزیونی چنان ماتم میگیره حرف میزنه، اون مادره رو نگاه کنید بدبخت، اون جوونه رو نگاه کنید آقای رامین امین یا رامین حسین پناهی، و این خانم رفته وایساده اونجا عکس میگیره میخنده، و اینا میشه جزو اینجا بهش میگن پورتفولیو، یعنی پرونده کاری ایشون. قولت میدم شما اینجا بخواد بره کار کنه تو یکی از این جاهایی که بهشون پول میدن، اینا رو میبره میگه بله نگاه کنید من برای اینا کار کردم. چه کاری کردی برای این زن؟ کدومتون بردین 2 تا کیسه پلاستیک وسایل به اصطلاح خورد و خوراک براشون ببرین، لباس و پوشش زمستونی ببرین، کفش ببرین؟ اینا نوشته بود رضا جون نه به جمهوری اسلامی، بنده خدا تازه از خواب 40 ساله بیدار شده. بله، طرف نوشته که آقا این تو 40 سال گذشته چه کار کرده که میخواد به این و اونم یاد بده. گفتم خب مثل باباشه، باباشم مگه ندیدی؟ باباش ویدیوش هست، میگه که ما فلان کاری کردیم، کشورهای دنیا از ما اومدن پرسیدن ما چی کار کرد، شما چی کار کرد، میگم مرده که سر کارت گذاشته بودن مسخرت میکردن میخندیدن بهه،
هر وقت میمدی میگفتن درخت کریسمس اومد داخل. خب بریم یه کمی هم سراغ هنرمندا، هنربندا. این دیوونه است تتلو. من نمیدونم این قطعه کاندوم واقعا درسته یا نه، کاندوم هم کاپوته. طرف میگه اینجا نوشته کاندوم، میگه که اینو درست کردن، عکس تتلو رو گذاشتن که یعنی کاندوم استفاده کنین که یه بچه الاغی مثل این پس فردا گیرتون نیاد. البته همین تو اتاق کلاب هاوس که بهتون گفتم برید ببینید، یه عده اومدودن میگفتن نه ما باید مثل تتلو زیادتر داشته باشیم تا حرف مردم رو بزنه. خب من اون روز یه عکسی به شما نشون دادم، بذارید اگه بشه اصلا اینجوری بریم توی صفحه عکس ها یه لحظه، اینجوری کامرای دو و ببینم اینجوری باز کنم بهتر میشه یا نه. آره یه عکسی بهتون نشون دادم، این بود که برای پتیک درست کرده بودم که میگه من کارایی رو برای شما انجام میدم که همسر شما انجام نمیده. من کارایی رو برای شما، بله، این پتیک گفت که من الان انقدر کار دارم که فعلا احتیاج ندارم که به اصطلاح آگهی بدم برای دوستان ایرانی، ولی خیلی ممنون. در صورت بازم اگه کاری داشتید میتونید باهاش تماس بگیرید، راهنمایی احتیاج داشتین اینها راهنمایی کنه. این از این، بذارید من اینو ببندم و عکس بعدی. آره اینم قشنگه، اینم آدمای همه فن حریف که یه دستشون رنگ چکش ارن متن دریل نمیدونم رنده است، شفره یادتونه شفره است و الی آخر میخو پیخو همه چی. میگه که صوبی گرامی، جای همیشگی خود هستم، با حرفات زخر درم را از دست هموطنان و ویدیوهای مسخره و تکراری نمک میپاشی. آقا چرا نمیگی مرهم میذاری؟ اونا هستن که به شما زخم میزنن، من میام مرهم میذارم. یعنی خدایی نکرده مثل این میمونه که یه اتفاقی افتاده، شما تو بیمارستانی یا یه عزیزی رو از دست دادی، من میام میشینم پا به پات گریه میکنم، همدردی میکنم. این که نمک پاشیدن نیست که، اگه حرف اونا رو دوباره میزدم نمک پاشیدن بود. اونا زخمش میکنن، ما هم حرف رو میزنیم میشه نمک پاشیدن، ولی اونا زخم میکنن ما میام مرهم میذاریم. این کلمه مرهم خیلی جالبه دوستان. این زردچوبه چه خاصیت هایی داره، از درد و نمیدونم این چیزها، حتی برای شکستگی اینا که استفاده میکردن هیچی. بعد برای، بذارید من اکثر اینجوری نشون بدم بهتره، برای تورم و این چیزا هم بگید دیگه، برای قزروف و اینا هم میگن. خوب خب اینو ما داشته باشیم، ببینیم اینجا ما عکسای دیگه ای میتونیم به شما نشون بدیم یا نه. اینجا نه، این رفته به جای 10 ثانیه شده 1 ثانیه، هی میپره چشمای شما رو هم اذیت میکنه، ببخشید. خب آها، آقای شاه نوشته من میکوشیدم به مردم ایران بگویم که شما میتوانید به کمک شخصیت خود، قدرت خود و منابع ملی خود یک ملت درجه اول. دوستان کدومتون یادتون میاد این همچین حرفی زده باشه به من و شمایی که تو دوره شاه درس خوندیم، چه دبستانش چه دبیرستانش چه دانشگاهش، یه همچین حرفی رو آقای شاه زده باشه. این روزا هر مزخرفی هر کی دلش میخواد مینویسه، بعدم میزنن به این اون. بله برای تحقق این مطلب تمام نیروگاه ها را بستن، کارخانه ها را از کار انداختن، برنامه های عمرانی را متوقف کردن، زیرا اینها میخوان ایران کشوری فقیر باشن. آخه یکی بهش بگه ننه قمر، تو دوره تو ایران کشوری ثروتمند بود؟ اگه ثروتمند بود 7 سال قبل از انقلاب بود، این جشنای 2500 ساله چند سال بود؟ چرا 2500 تا دبستان ما کم داشتیم؟ بعد چرا از ملت میخوای که دبستان بسازن؟ اگه من ثروتمندم باید برم در خونه همسایه بگم به من نهار بده؟ خب باید من دوتا نهار بخرم، یکی هم بدم به ای. چرا تا امروز یه نفر که طرفدار ترامپ نمیاد اینجا حرف بزنه؟ برای که میدونه اینجا جایی نیست که بیا گندگوزی کنه.
یه لوله میزنیم دم فلانجاش میدیم بهش میگیم نفس بکش. چرا یکی که طرفدار پادشاهیه فکر میکنه اون موقع گل و بلبل بوده نمیاد اینجا صحبت کنه؟ برای که میدونه اگه اومد اینجا عرعر کرد براش علف میاریم میگیم بخور فعلا خفه شو، هم به زمان شاک ساکت بودین ساکت و خفه بمونیم. نرود میخ آهنین در سنگ، این خانم اگر در ایران هست پس چرا روسری نداره؟ نه الان اونا تو خونه اصلا اونا کاری ندارن. اونا آقا تمام این داستانایی که به ما گفتن، یه حاکمی بود در یه شهری میگفت هر کی بگوزه باید جریمه بده، بعد مردم یواشکی میگوزیدن، فکر میکرد همه این داستانا رو آخوند داره اجرا میکنه. اینی که تلفنش یواشکی میگیره که هیچی معلوم نشه برای تلویزیون من و تو بفرسته، این همون گوزیدنه که آخوند ممنوعش کرده. این بدبخت گزارشگر خوب من و تو، من این رفتم 4 هویج خریدم، یه بس تریاک خریدم و این چه وضعیه؟ من از صبح تا شب دارم تلویزیون نگاه میکنم، یارانه کمه. این همونه. خب آهان تارمیک، بله این میگن زردچوبه is anti-inflammation also good for prostate I take one capsule daily. ایشون میگه که برای پروستات هم، پروستات رو به ایرانی هم پروستات میگن یا چیز دیگه میگن. این خدا هم دیروز یه برنامه من نگاه میکردم، فکر کنم به فرمایید شام بود، یکی از اینا سوال خوبی کرد، یه آقای عکاسی بود، از اینا میگفت که حالا چه به خدا باور داشته باشید چه نداشته باشید، مخصوصا اگه باور داشته باشید به نظر شما خدا الان باید چه کار میکرد تو این دور زمون؟ بعد یکی از اون خانم‌ها گفت که خدا خیلی عادله ولی خیلی ما رو آزمایش میکنه، من بهش میگم ما رو آزمایش نکن. یکی بگه آخه این خدا دیوانه است شما رو اینقدر آزمایش میکنه؟ شما هر روز بچه تو سرما بفرست تو حیات بگو من میخوام آزمایشت کنم، خب این بچه ول میکنه میره. یا هر خانم‌ها میگه هر چی مصیبت سر ما میاد میگن خدا داره آزمایشت میکنه. اون خدا باید دیوانه باشه، اونی هم که به تو اینو میگه از خدا دیوانه تر. فقط آقای شهرام همایون حرفای محمد رضا شاه یادشه، میگی نه شرط میبندیم. بله میگن تو ایرانم به اون قده‌هایی که مردا دارن بغل به اصطلاح مجاری ادرارم هست و بزرگ میشه، یعنی اینم خدا مثل که ما رو ساخته برای 30-40 سال. از 40 سال که میری بالا تمام این شعرهایی که گفتن، سن که میرسه به 50 فشار میاد به چند جا، اون همه اینا یکی یکی میاد، این قده بزرگ میشه. خب آقا 30 سال طرف داشته جیش میکرده راحت، تو چی حالا این قده رو بزرگ میکنی؟ مرض داری؟ اذیتش میکنی؟ و با بره پول بده بتراشنش یا بره جراحی کنه یا کپسول زردچوبه بخوره؟ ولا آخر. خیلی ممنون دوستان عزیز. ببینیم دیگه اینجا آقای شاه چی گفته، برای شما باز بخونیم، بلکه اینا رو پاک کنیم بره آخر هفته. دوباره این رفتش افتاد روی یه ثانیه عوض شدن. من به جایی که وقتی اینجا هست بیام اینجا رو این کلیک بزنم، رو این کلیک بزنم. دوستان شما نگاه کنید تفاوت این آقا جو بایدن با اون شارلاتان قبلی. شارلاتان قبلی که وقتی یه سپید پوست و سیاه پوست بچه با هم بازی میکردن، یکیش میدوه دنبالش، فیلمشو میذاشت مسخره میکرد که این سیاهه داره از دست سفیده در میره یا این سفیده داره از دست سیاهه در میره. ولی این بایدن، ببینید این بایدن دیگه هیچ چیزی دنبال پول و ثروت و مقام نیست. هر مقامی میخواسته، مخصوصا حالا که دیگه رئیس جمهور شد، هر مقامی میخواسته بهش رسیده. میتونی بگی الان دنبال لگسی هست. لگسی یعنی یه چیزی بسازه که فردا وقتی ما مقایسه میکنیم بگیم بابا بایدن خوب بود، بایدن اومد نزدیک 2 تریلیون دلار داد به مردم و به اداره ها و اینها. همین آقای وهابی دوست نازنین ما که با اون به اصطلاح سنبه پر صحبت میکرد آقا این پولا رو بایدن نگه داشته نمیده کجاست، از روزی که ما توضیح دادیم که آقا بایدن پولی رو نگه نداشته، بایدن هنوز داره برای شما مبارزه میکنه که این پول رو بگیره تهیه کنه از دولت و از
نمیدونم بودجایی که باید، بعدم مثل ترامپ عقده ای نمیگه امضای من روش باشه که دو هفته دیگه چک شما بمونه که امضای این آشکار. یکی نبود به این بگی خب آخه بیچاره عقده ای عقب افتاده، امضای تو رو چکی که برسه دست سوربی یا برسه دست سعید میره دیپازیتش میکنه، واریزش میکنه به بانک، چه نقشی انجام میده؟ این گفت من احتیاج ندارم امضام بره، امضا مال باید مال اداره چیه بودجه و فلان اینا و هرچ، مال اون قسمت باید بره، همون امضایی که روی اسکناس هست، همون امضایی که روی دارایی و پول و این چیزا هست. ولی این آقا رفته خانواده اون جورج فلوید، کسی که پلیس 9 دقیقه پاشو گذاشت رو گردنش و اون هی میگه آقا من نمیتونم نفس بکشم و مرد، این رفته خانواده اونا رو ببینه برای که همقدر این پسر باشه، زانو زده داره با این صحبت میکنه. حالا شما اینو داشته باش، ایرانی فرهیخته هنر نزد ایرانیان است و بس، میاد این اکثر میذاره میگه به نظر شما این تظاهره یا فلانه، اونای دیگه هم فوش مینویسن که این بله حتما تظاهر. من نوشتم آقا این انسانیته، این خضوع طب، میگن کلماتم واقعا یادم میره ها. امروز یه جایی رفتم طرف گفت که یارب مباد گدا محتوا شود، گفتم شما گفتی محتوا یا گفتی معتبر؟ بعد حالا یا متوجه شد یا من بد نفهم، گفت معتبر، گفتم آره معتبر درسته، یارب مباد گدا معتبر شود، گر گدا معتبر شود ز خدا بی خبر شود. اینم ماجرای اینه. دوستان عزیز اگه شما هم مایل باشید یه وقتی توی مردم تیوی برنامه داشته باشید، روی فیسبوک براتون بذاریم اینا، بذارید ما یه چند تا عدد نشون بدیم، چون دیدم بعضی از این رادیو تلویزیون ها خیلی روی این عددا و اینا تکیه میکنن. من اون صفحه شخصیم که سوربی هست 5000 تا بعضی وقتا میرسه 4990 اینا، دوست و رفیق و دشمن و مخالف دارم، ولی این صفحه‌ای که مال ببینید فبروری 12 این مال ماه قبل، ببینید 12124 نفر لایک میکنن که نوشته including 974 تا of your friend. اینم من نمیفهمم خب چه فرندیه که لایک نمیکنه، خب همشون لایک کنه. بعد نوشته 15538 تا شما رو فالو میکنن. اینا رو هم من هنوز که هنوزه نمیفهمم لایک یعنی چی، فالو یعنی چی. خیلی ممنونم از اون دوست احمقی که اجازه توضیح داد که این که انگشتاشو بریدن گفت بیلاخ، بعدن شد بی لایک، بعدن شد لایک. اصلا با یه بهتون نشون میدم، ما فکر نکنید سوربی داره یعنی اغراق میکنه، اینا میاد اصلا طرف نمیدونم از من بیکارتره، از من احمقتره، نشسته دوربین روشن کرده یا تلفنشو گذاشته فیلم گرفته از خودش، بعد از خودش نپرسیده آقا این کی اونجا بوده همچین مزخرفی رو بنویسه و من احمقم امروز بیام برای شما بگم، کدوم تاریخ نویس بوده. خب اینم از این، اینم پاک کنیم. میخوام امروز یک کمی چیزها رو خلوت کنم ببینیم که چی میشه. بله آها اینو میخواستم به شما نشون بدم که ماجرای 12000. ببینید رادیوی 670 لس آنجلس که اینقدر سال هست و اینقدر با دیگران برنامه داره و همه این پیرپاتالا و اینا داخلشن، نوشته 4831 نفر به جای اون 12000 خورده، بعد به جای 15000 خورده ما 5130. بعد والا تبلیغاشون شما نگاه کن، آگهی ها رو نگاه کن و ببین اونا کجا هستن ما کجا هستیم. ما وقتی هم تازه دوستی لطف میکنه وقت میذاره میره پولش میذاره برای ما میفرسه، این واشنگتن رو با اون واشنگتن اشتباه میکنه دوباره پول باید برگرده یا علی مدد بره کانادا. سوربی، چک ترامپ علاوه بر امضای ترامپ یک نامه هم همراه چک بود به اسم شخصی من و امضای ترامپ در آن نامه، که انگار از جیب شخصی برای من چک فرستاده. در مورد بایدن یک کارت اعتباری 600 دلاری بود و برای بعضی ها مستقیم به حساب شخصی بود. آقای شیخی هم توضیح میده میگه اصلا کلمه بیلاق کلمه ترکیه. ببین آقا چقدر کارمون خرابه. خب
اگر اخبار رو دنبال بکنید و چیز کنید، هفته پیش گویا تو ایران این آخونده ببین خیلی زبلن، همونجور که بهتون گفتم اینا از اینترپول پلیس بین المللی خب استفاده یا سوء استفاده میکنه، میگه همینجوری که اونا میرن میگن آخونده آرژانتین نمیدونم فلان منفجر کردن، اسم ما رو میدن، ما نمیتونیم بریم مسافرت خارج، خب از همون هم ما استفاده میکنیم، اسم شهرام همایون اسم دیگران رو میدیم و اینا رو چیز میکنیم، ممنوع المسافرت بین کشورها، براشون بالاخره دردسر درست میکنیم. البته خب برای بعضیا بد نمیشه، مثلا شهرام همایون همون آورده بود و احتیاج به پول دارم وکیل بگیرم، رفت وکیل گرفت و برم دنبال اینترپول. دوستان گوش کنید، هواداران سازمان مجاهدین، تهدیدات جدید پسر مسعود رجوی برای اقامه شکایت از فرقه رجوی از فرقه در دادگاه‌های اروپا. یعنی اولا ایشون هم قبول داره که حالا این کسی که داره حقوق میگیره از سازمان قبول داره که دیگه اثری از سازمان نیست و اینا یه فرقه هستن یا تبدیل شدن به یه فرقه، بعدم داره میره سو کنه که یه پولی بگیره که لابد آقا به خاطر این فرقه مادرش کشته شده، به خاطر این فرقه چندین سال توی عراق بوده و اینها، حتما یه کسی هم پیدا میکنه. تو برنامه قبلی من با آقای حیرانی صحبت کردم، گفتم چجوری این مجاهدین شما و دیگران رو تهدید به مرگ میکنه ولی شما نمیتونید شکایت کنید؟ میگن آقا پول نداریم برای شکایت، وکیل لازمه، پول لازمه و ما هم نداریم، ما کسی هستیم که اینجا باید بریم روزانه کار کنیم، نقاشی کنیم، نمیدونم بنایی کنیم، یه پولی در بیاریم، اجاره و خوراک و اینها، تازه هی برامون دردسر هم درست میکنه. اینم یه ماجراییه. ولی اون آقای حسن دایی الاسلام میاد میره شکایت میکنه، بعد میگه یه وکیلی مجانی، این گیومه است دیگه، کودن کود، یه وکیلی عاشق چشم ابروش بوده، شاید هم عاشق حسن بیانش بوده. آخه دیدید اونم خیلی قشنگ مثل آقای پاشایی صحبت میکنه، شما نگاه کنید یه جور به خصوص صحبت میکنه، یا تیزبونیه یا یه کلمایی رو نمیتونه بگی. اینا رو دیدید که به ره میگن له یا به ره میگن یه؟ گو من که میگم یه، تو نگو یه، تو بگو یه. خب یه عکس خیلی خوب میخوام بهتون نشون بدم که ببینید این آخونده فرزندان خلف شاه و فرع هستن. ببینید با آخوندهای متعصب خشن همکاری میکرد، روز با اینا بود، شب با سرهنگ و تیمسارا و قمار و قماربازی و جندبازی و نمیدونم با طلاخانم و فلان. خب این آدم یه آدم دو شخصیتی بوده، آدمای بیمار مریض دو شخصیتی هست، طرف زن داشته بچه داشته ولی میره آدم میکشه، حالا دختر خودش اومده کتاب نوشته، شعر رو نمیگم، اینم از این، اینم پاک کنیم راجع به ماهواره. میگن که سوربی من از چند مقام رسمی شنیدم اینترپول چندان قدرت اجرایی نداره، یعنی دنبال کسی نمیره مگر اینکه در فرودگاه گیر کنی، ولی مرزهای زمینی چندان با اینترپول رابطه ندارد. آقا قبول دارم، به قول آمریکایی میگه چی؟ I give it to you. ولی همین هفته پیش این پسر کیه میلادی رو گرفتن از ترکیه دادنش به ایران، حالا اینم دو سه روز دیگه میکشن بالای چیز یا همین قمار مبارا. اینا قدرت اینترپول اینه، قدرت اینترپول بله، مثل کردیت کارتی که شما پولشو ندادی نمیان بگیرن بندازنت زندان، ولی میخوای بری یه ماشین بخری، میگه آقا من میخوام ماشین بخرم لون بگیرم، میگه چند ماشینه؟ میگه 20,000 دلار. چند میخوای بذاری؟ 2,000 دلار. چند بده کاری؟ 18,000 دلار. میره تو اون اتاق و یه نیم ساعت دیگه میاد میگه اینجا یادت رفتی بیمارستان 180 دلار دست پانسمان کردی؟ میگه بله. میگه اونو ندادی؟ میگه بله. میگه این 180 دلار حالا 300 دلار، همین الان برو بده اونجا، اونا یه تلفن به ما بزنن اون و این اینترپول اینه. من اولین روزی که اومدم آمریکا داداش بزرگم گفت ما از ایران خیلی چیزا شنیدیم، 5 سال از انقلاب گذشت، 7 سال از انقلاب گذشته بود چون من 2 سال تو آلمان بود، گفت که همه گول هم میزنن و همه فکر میکنن زرنگن و اینها. من یه نصیحت برادرانه بهت میکنم،
اینجا نه دست تو قطع میکنن، شنیده بود تو ایران شلاق میزنن دست قطع میکنن فلان، نه دست تو قطع میکنن، نه گوشت تو میبرن، نه چشت تو کور میکنن، اینجا با پنبه سر تو میبرن. اون اصطلاح خودمون هست، زبان زد خودمون، با پنبه سر تو میبرن. چنان بلایی به سرت میارن که هیچکی نه بهت ماشین میفروشه، نه بهت خونه اجاره میده، بدبخت میشی. پس سعی کن با این سیستم را بری ازش به اصطلاح استفاده بهینه، موفق میشه. خب میلاد حاتمی خیلی ممنون. شاخ مفتزه مجازی، این کلمه شاخ هم خیلی ممنون، آقای زمانیان هم نوشته میلاد حاتم. شما ببین زنش تو ماشین هم دستش دیگه نشسته، بعد حالا که گرفتن بردنش میگه خب خانم شما میخوای نگیرن ببرنش، وقتی وای میسه اینجوری فوش میده، وقتی وای میسه وبسایت های اینجوری درست میکنه، وقتی کلاهبرداری میکنه، وقتی حساب غیر قانونی راه میندازه، آخه یکی باید بگه تو مغز اون چی بود. میدونید راجع به موتور سوارا میگن اونی که موتور سواری میکنه احمقه، سوربی احمقه که موتور سواری میکنه، اونی که پشت سرش میشینه از اینم احمق تره، چون حداقل این خودش این ور و ور میپیچه، اون که نشسته پشت جایی رو نمیبینه. اینم هم همینه. این هنرمندایی که هنرمند که نمیدونم این چی کاره هست، بله همون ویدیوی صاحب استانبول هستم باعث شده پلیس استانبول بگیر چوب تکونش بکنه، چون هی به اون پسر میگه حالا بگو ببینم کیه صاحب استانبول. گفت اتفاقا یکی از چیزاش همینه که پلیس استانبول و اینا از دستش ناراحتن، کارهایی که میکنه هی اینا به رخ این اون بدبخت دوزیدی بردی داری پول میسازی، برو اون و راحت برای خودت، مثل سوربی احمق نباش، بیا بشین توی شیشه ای اینجا جعبه هر کی دلش بخواد بهت سنگ بزنه. ما حالا حسنش اینه که میگیم آقا هر کی دلش میخواد سنگ بزنه، ما دزدی نکردیم، هیزی نکردیم، از کسی نمیترسیم. اینایی که دزدی میکنن، هیزی میکنن، کسیه که وقتی گرفتنش نصف طرفداراش که رو وبسایت هستن اینا احساس خوشحالی میکنن، ابراز خوشحالی میکنن. اینم از این. خب بیاین ما ببینیم این ترامپ اینجا، این ترامپ و شاه ما رو ول نمیکنن. بعد جالب اینه که خیلیا به ما میگن آقا اینا مردن دست از سرشون بردار. میگم خب آقا خمینی هم مرده، هیتلر هم مرده، باید دست از سر اونا هم برداریم؟ اگه باید برداریم چرا شما برنمیداریم؟ ببینید مثلا این آقای نمیدونه استیون، اسمش استیونه، به امید یزدان ترامپ رئیس جمهور میشه، ولی کاش جوری قانون تصویب کنه که آمریکا رو از حالت جمهوری در بیاره و شاهنشاهی ترامپ رو ببینیم. ببین اینا چقدر احمقن. فکر کنم این سعید برای من فرستاد. بعد نازی خانم نازشو ببین، دقیقا منم فکر کنم تنها راه نجات آمریکا، ببینید تنها راه نجات آمریکا، نجات آمریکا از چی؟ از ترامپ؟ تنها راه نجات آمریکا و دنیا سیستم پادشاهی است، آن هم پادشاهی شخص وطن پرستی مثل ترامپ. دوستان این شاه لایا ببینید چی تو مغزشونه، والله حیف پهن، پهن با او طرف میسوزونه، باهاش خوراک درست میکنه، بچه‌هاشو گرم میکنه، حیف پهن که بگیم. حالا این یکی دیگه، هفت فکر کنم عکس مایکل جکسون، نمیدونم کی. به نظرم شازده رضا پهلوی که الان آمریکا تشریف دارن بهترین گزینه حال حاضر آمریکاییه. میگن طرف تو دره نمیدن، سراغ خونه کت خدا رو میگیره. اینا دیگه سراغ خونه کت خدا رو نمیگیرن، اینا خودشون میخوان کت خدا بشن. بله بعدم نوشته که اسپاک اگه ایشون تمایلی نداشت میتونیم نورالزهرا رو کنیم ملکه. نورالزهرا همین دختراش و اینا هستن، میدونی که سه تا دختر داره همشون اسمای اینجوری. خب اینم پاک کنیم بره، یه ویدیو هم بذاریم برای که حالا آقای اکبری گفت چرا امروز خیلی ناراحتی، فکر کنم اینو برای آقای اکبری فرستادیم. دوستان اگه واکسن نزدید و یه لحظه صبر کنید، اونایی که ترکی بلدن خب ترکی استفاده کنن، اگه نه بعدش فارسی هم میگه براتون. یک لحظه این تصویر کامرای دو این رو هم خاموش کنیم، اینم منتظر واکسن و اینها نشید، درمانهای دانشمندان، اینم دکتر فوق تخصص میگه چی هستی؟ میگه دکترم. میگه دکتر چی؟ میگه فوق تخصص. گوش کنید دوست و نخندید. همه دوان عزیز استرس کرونا تو میاد
Bu eşit ezerden istifade eder. Aferin, git görüm. فرقیه بین کسی که فلان خره آورده داره دود میکنه با اونی که میره ناصر خسرو واکسن میخواد بخره از دست قاچاقچی، واکسنی که میگن باید تو این درجه حرارت باشه، واکسنی که میگن اگه واز شد چند ساعت فقط وقت داره بزنه، اگه نزد باید بریزن دور. چه فرقیه بین این با اون؟ اونو میفرسته من و تو نشون میده، چند نفرم میگن وای وای. سوربی جان، میلاد حاتمی روزی چند ساعت چت سکسی با حرفهای رکیک داشت، همسرش هم توی لایوش بود، حالا میگه من بچه دارم. بگو ناراحت نباش، رجبی هم بچه دار بود، بچهش هم بعدن اینجوری شد، حالا بچه تام لابد بعد میدنش، وقت کشتنت بچه ها رو میدن دست یه کسی، اون میاد میشه صاحب استانبول. نمیدونم واقعا بعضی وقتها آدم دیگه مغزش کشش نمیاره، یعنی نداره، کم میاره. بذارید من ببینم اینجا یه نفری چی فرستاده. بله خب، همش تبلیغ و همش پول میخوان، هیچکی به ما پول نمیده. ببینیم این پیامه چیه اینجا، پیامایی که 4 ثانیه‌ایه، اینایی که زنگ میزنن وای میسن، پیامگیرت که روشن شد قطع میکنن، نه پیام اینجا میمونه، ولی ماه باید اینا رو یکی یکی چک کنیم. اب ندارم. بله، آقای میلاد حاتمی رو احتمالاً با همون اینترپول گرفتن، چون از یه جایی که میشه بین‌المللی، اون حالا نمیدونم چی هم هست، اینترنشنال پلیس که بهش میگن اینترپول. خلاصه اینم این ماجرا، و من منتظرم اون پسره رو بگیرن، سبحانی، که میدونی اینا خیلی هم ادعای زرنگی میکنن، فکر کنن از اونای دیگه زرنگترن. مثلا این زم روح لازم فکر میکرد از فولادوند، و آقا فولادوند رو بهتون بگم، فولادوند میگن یه خبری هست که ایشون در آلبانی هست، در تیرانا. اگه کسی خبر موثقی داره بگه. زمنان آقای زمانیان میگه واکسن ناصر خسرو آب مقطره. خب حالا تو به من بگو اینا میان برن آب مقطر بخرن بزنن تو این شیشهش، اگه یه جا پیدا کرده و درست کرده و زده، همون آب معمولی رو میگیره میزنه. و خیلی جاها هست که آب مقطر استفادهش ضرر داره، نمیدونم چرا، چون املاح معدنیش میگیره، نمیدونم چیه، ولی یه جایی میدونم که آب مقطر خیلی هم، چون بعضی ها فکر کنن آب، مثلا شما با آب مقطر حاضری چای بخوری؟ یا اصلا میرم یه مقدار راجبش مطالعه میکنم، شاید نباید راجبش حرف بزنم الان، ببخشید. خب ویدیوی نقاشی پرنده که در صفحه خودم هم گذاشتم، بیایم چون روز جمعه هست یه کمی برگردیم به این حالتای راحت و ریلکس. و بله، دلیل بد اخلاقی من این اخبارهایی که اخبارها غلطه، اخباریه که خبر اخبار جمعش این ور و ور میاد، چند روز بعدم وقتی کلت میگیره چی میگن دونگ میشه اینجوری دیگه، بعد از بدتر. بیاین پایینو ببینیم این خانمی که داره به این زیبایی نقاشی میکشه
چقدر قشنگ نقاشی کشیده که یک لحظه این نوشتم نقاشی خانم هنرمند در صفحه خودم. آها اینه، این نقاشی رو ببینید. من اینجا اندازش رو اندازه ویدیو کنم. هر کدام از این ویدیو هم که بهتون گفتم متاسفانه چون عمودی میگیرن ضبط میکنن، دو طرف صفحه سیاهه. دلیلش هم اینه که اینستاگرام و اینا روی این فرمت ساخته شده. نگاه کنید، این خانم از اینایی هست که میان تو خونه ها و اینا نقاشی، نه نقاشی دیوار رنگ بزنن. صدای موزیک شما رو میبندم چون بعض وقتا یوتیوب بله. ببینید این خانومه اولا چه روش قشنگی استفاده میکنه، اینقدر قشنگ نقاشی میکنه پرنده ها اومدن و فکر میکنن اونای دیگه چی هن، که البته یک کمی سوال انگیزه که این پرنده، اونم درست نوع همون پرندهی که این داره میکشه، به احتمال زیاد من فکر میکنم این پرنده پرنده دستی خود ایشونه و به همین دلیلم اون پرنده ها شبیه ایشونه. ولی هرچی خیلی قشنگ میکشه. یه کاری هم که یاد میده اینه که برای که دستش ساکن باشه و چیز، یه چوبی رو با پنبه درست کرده میذاره و دستش رو میذاره رو اون و نقاشی میکنه. درست خیلی قشنگ، خیلی خوب. و اما دوستان عزیز بیایم بریم آلمان. و آهان این دوستمون، من گفتم آرش صبحانی، ساشا صبحانی آقازاده حرامزاده درجه یک پرنستار مردها، اونم اگه نگاه کنی به نسبت آدم های معمولی کلش گنده، بعد به نسبت سنش زود کچل شده. خب اینا معمولا دوست دختر نمیتونن پیدا کنن چون مخصوصا میخوان هر هفته با یکی باشن، باید پول بدن. بعد این احمق فکر میکنه هنره که تو فیلم نشون میده اینجوری پول خرج اینا میکنه. خب اولا اونا هرزه و تنفروشن، تا هم اینجوری داری پول خرجشون میکنی. تازه اگر زرنگ بودی، اگه پولم داده بودی، نباید مثل این خواننده‌ها که 8 تا 10 تا دختر میارن با نمیدونم کادیلاک سرواز این ور اونور کوجی هم ازشون فیلم میگیره، نباید دیگه پول دادن تو، پول ریختن تو تلویزیون نشون میدادی. نشون میدادی که آقا امروز گفتم بیا توی فیلمی بازی کن، 200 دلار هم بهش دادن. شما برو تو خیابون، همون خیابونه که این ستاره های هالیوود رو زمینه، اسمش یادم رفته، برو همونجا ببین چه خبره. از هنرپیشه‌هایی که میخوان نقش سوپر من رو نمیدونم واندر وومن بازی کنن، تا هنرپیشه‌هایی که وایسادن بدبختا دخترای جوونی پسرایی که خونه‌شون رو ول کردن اومدن اونجا، بعد اونجا دیدن نه خیر همچی خبری نیست، شبم تو همون خیابون خوابیده، حالا صبح یه جایی بره به اصطلاح چی بهش میگن، بره یه جایی به صداش بزنن نمایش بده برای یه تبلیغی، حالا یا تبلیغ قرص اسهال باشه یا قرص یوبوسد باشه یا یه دارویی چیزی، تا شروع کنه آدیشن، بره آدیشن بده. بله من دقت کردم عکس پرندگانی که کشیده سمبل همین پرنده دستی بوده. پس شما درست میگی، منم درست فکر کردم. من فکر کنم ایشون دو سه تا پرنده داره و همین پرنده ها رو میکشه. خب کار غیر قانونی یا چیزی هم نیست، خیلی قشنگتر، تجربهش هم بهتر. اینا خیلی هم خوب پول میسازن. بعضیا دیوارهای بزرگ خونهشون رو اینجا میدن نقاشی میکنن، 10,000 دلار 12,000 دلار، ولی کار سختیه. من یادمه یک عمه یا شوهر عمه در خیابان زند دم همون بارستون داشتیم، اینا سقفشون چیز بود به اصطلاح نقاشی، که من همیشه میگفتم این چجوری یه نفر وایساده، بعدن دیدم که چوب بس میزنن و اون طرف میخوابه روی اون چوب بس و نقاشی میکنه، در اصل کار مشکلی. بله منم دقت کردم دیدم اون پرنده اینجوری نیست تصادفاً اومده باشه یه نوکی بزنه بره، خیلی رو دست و موهای این میاد و میره. پرنده های اهلی هستن، مثل همون پرنده هایی که تو عروسی ها تو مراسم ختم این اون میارن آزاد میکنن. این پرنده بلند که میشه قشنگ بلده، کبوتر هم معموله بلده کجا بره، ولی این پرنده رو نمیدونم چی. به این شاه الله‌ها بگو لااقل کتاب تاریخ 20 سال ایران را بخوانند تا بدانند که پیغمبرشان که بوده و چه کرده. رضا میرپنج سیاهی لشکر. بله ببینید آقا این دوستمون ببو
ببووند، اینا اگه چیزی میخوندن که خب یه چیزی یاد میگرفتن. مشکل ما، بدبختی ما همیه که چیزی نمیخونن و هر چیزی اون بابای دوزش بهش گفته این باورش شده. میدونی شما وقتی میری یه خونه ای که بابای دوزه، این که نمیاد بگی من دوزی کردم، میگی من چه کارهای بزرگی انجام دادم که اینا رو به دست آوردم. این هم مثل توتی تکرار میکنه. البته خبرسازهایی چون من و تو، اینتر سعودی و رادیو فردا و عمامیلشون گاهی ویدیوهای بازی میکنن و جای مستند مردم جا میزنن. البته درصدی از مستندها درست است. مشکلاتی که مبتلای مردم و کشورهاست و در موارد در ایران به دلایل متعدد زیادتر است. آقا میدونم، کاملا هم شما درست میگی، کاری نداره که همشون زنگ میزنن آقا فلانی ممنونیم فلان، به یه نفر بگو 4 تا فیلم مختلف درست کن بفرست، بعدم بهش بگو من روز $10 برات میفرستم. $10 برای کسی که انگلستان زندگی میکنه میشه 6-7 چیه واحد پولشون، پوند. اینه بفرسته اونجا، اون پادشاهی میکنه باهاش. این ویدیو رو میفرستی، خب یکی بپرسه آخه که چی؟ تو اینو نشون میدی که مسئولان ببینن عمل کنن؟ مسئولان که خودشون دارن این کارو میکنن. مسئولی که اینقدر احمقه که میاد درست کاری رو که شا کرد با اتاق اصناف و قیمت گذاشت، آقا شامپوی دارمو رو خیابون بریجستون آقای نمیدونه عبدالله بفروشه 2 تومن، سوپرمارکت آلبرت هم تو خیابون خاکشناسی بفروشه 2 تومن. خب این که نمیشه. اون وقت آلبرت سهمیهشو میگرفت میداد به اون، یعنی از این ماجراها اینجوری گرون میشه. چرا اینجا شما ندیدی جاینت بیاد بنویسه مرغ دولتی 20,000 تومن؟ نوشته یه مرغ بخر یه مرغ ببر. برای چی؟ فری انترپرایز. چجوری همه اومدن خارج درس خوندن رفتن؟ چجوری کره خرا زمستون میرفتن فرانسه، نمیدونم جنوب فرانسه زمستون میرفتن سوئیس زندگی میکردن، ندیدن نه اتاق اصنافیه نه شلاقیه؟ همون کاری که شاه میکنه، شاه کرد به اینجا رسید، آخوند داره انجام میده. مرغ تا قیمت میذاره روش ناپدید میشه. آقا بگو اصلا هر چی دلتون میخواد بفروش. طرف میره میگه آقا مرغ اینجا میدن 10,000 تومان، نمیخره، میره اون ور خیابون میخره 8,000 تومان. مرغ یه روز مون رو دستشون مونده شد، مجبور بده 4,000 تومان. درسته؟ به نقاشی که اون خانم میکنه تو ایران میگوین لندنی کاری، اینجا یه چیزی میگن تلفظش هم مثل میروره، من درست نمیتونم تلفظ کنم، یعنی مثل آینه است. نقاشی های بزرگ میکشن رو دیوارا و اینا، خیلی وقتا بچه ها خیلی قشنگ با چیز، اصلا یه استعداد خاصیه که شما یه چیزی رو ببینی بتونی اندازه بزرگ. بعضی هم هستن که چار چیز میکنن رو کاغذهای شطرنجی میکشن، بعد مثلا اینجا اگر 0.5 سانتی اونجا مثلا میکنتش 10 سانتی، یعنی میشه 20 برابر. این یه یعنی روش نقاشی بود، من قشنگم میبینی این خطه از اینجا اومده، من اون وقتا این کار میکردم. البته خبر این خوندم و اونم اون، بله خیلی ممنون دوستان، همه رو خوندم. و شما شیر میکنین اینا رو به دوستانتون یا میترسین؟ آقای اکبری که قشنگ خودش هم واضح گفت آقا من میترسم، من اصلا از این لات و لوتای شاه اللهی شعبون بیمخا میترسم و جا زدم. من ببینم رو این چی نوشتم براتون. یک یکی پیرزن و عینکش رو بهتون نشون دادم، زن جوان نابینا. دوستان یک خانمی که پدر شوهرش بعد از اینکه طلاق گرفته میرفته بچه رو میدیده، یه روز میاد در خونهشون، نزدیک تولد بوده، میگه چشماتو به من برات سورپرایز دارم. احمق اسید میرزه روی این خانومه، چشمای این خانم رو کور میکنه. بعد از 10 سال 12 سال الان آلمان میتونه این خانم با 70,000 یورو بیناییشو به دست بیاره. میگه من کارار یاد گرفتم، نوشتن و نقاشی و اینا حتی، ولی آرزوم اینه که بیناییمو به دست بیارم و بتونم پسرم رو باز ببینم. هست داره باهاش زندگی میکنه ولی بتونه ببینه. در صورت اینا از شما تقاضای کمک میکنن، من به سهم خودم یه مقداری کمک میکنم. اسم اون خانمی که کمک جمع میکنه برای ایشون سونا کاظمی هست، روی فیسبوک هم هستن. اگر کمک کردین
بگید که از برنامه سوربی شنیدید. والا به ما نه پولی میدن نه چیزی، ولی من وقتی برای این خانم نوشتم که من روز جمعه درباره این موضوع که واقعا خیلی قشنگ این خانم صحبت کرد، گفت این یک موضوع قانونی و شخصی نیست، این یه فاجعه ملیه. خانم سونا کاظمی فوق دکترا داره، کمک میکنه و توی همین اگه بیان پایین، خب این خانم هم که بهتون گفتم، خانم نرگس محمدی به همراه یک فعال مدنی سعودی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شد. همون عکسایی که با اون زن بیچاره میگیرن، لبخند میزنن، بعدن جایزه میگیرن. در هر صورت این خانم، من ویدیوشو اینجا دیدم، وقتی میان پایین ویدیوی اون خانم نابینا و مصاحبه با خانم سونا کاظمی که میگن اگر چقدرم ویدیو ایشون گذاشته که اون رفته پایین، در صورت تو همین صفحه‌ای که بهتون نشون دادم هست. ماشاءالله ما هفته یه بار برنامه میذاریم، ولی این دوستان اینه در این برنامه در رابطه با معلولین و اینها و رهیدگان سوختگی و اینها، اسم اون خانم معصومه عطایی است. خیلی ممنون، من با افتخار به اشتراک میگذارم. گور پدر شاه الله یا. خیلی ممنون. بله در اصل دوستان، این اگه خواستید کمک کنید روی این صفحه فیسبوک ایشون که میرید، توی اون برنامه بهتون میگه که کجا به اصطلاح روی پیپل یا بالاخره با اونها در تماس باشید. چون من یه چی متوجه شدم، وقتی ما اینجا تقاضای کمک میکنیم، یه نفر که کمک میکنه اولا کاری که میکنه میگه که به جای این ما که به شما کمک کنیم به اینا کمک کنیم، یعنی کمک ما میره اونجا، ما هم راضی هستیم، اشکال نداره. دوم اینه که بعد یه مدتی اگه اشکالی پیش میاد، طرف میگه آقا اون دوست شما بود که به ما کمک میکرد. میگه به من مثلا توهین کرد. میگم اون روستا که پول میگرفتی اومدی 10 دلار شه بدی به تلویزیون مردم، حالا که توهین و دعوا شده خودتون دعوا رو حل کنید. و اما مهمتر از هر چیز، امروز 14 یعنی روز یک شنبه انتخابات در فرانکفورت هست و آقای دکتر شهرام ایران بومی هم به اصطلاح نامزد شدن که در این انتخابات شرکت کنن. حتما اگر میتونید رأی بدین شرکت کنید. و اینجا هم نوشتن که فرانکفورت و ساعت 3 بعد از ظهر. توضیح داده ایشون، میگه ما در شهری زندگی میکنیم، بذارید من اینو بزرگ بهتون نشون بدم، اگر میتونید دوستی دارید، آشنایی دارید، فامیلی دارید که اونجا هستن. چرا اینجوری شد؟ ما میخواییم کپچر ویدیو کنیم، سلکت ایریا. بله این باید اینجوری درست بشه، اذیت میکنی یا بله حالا درست شد. دوستان گرامی، ما در شهری زندگی میکنیم که هر روز به روش های متفاوت حقوق شهروندان زیر پا گذاشته میشود. یکی از بدترین نوع بیعدالتی نداشتن حق برابر و قربانی تبعیض بودن است. ما میخواییم شنبه فردا ساعت 3 بعد از ظهر در جلوی پارلمان شهر فرانکفورت در رومر روز قبل از انتخابات به سیاستمداران یادآوری کنیم که بیشتر به مبارزه با بی‌عدالتی اجتماعی توجه شود. من این پارلمانم رفتم همون موقعی که آقای ایران بومی داشت شکایت از به اصطلاح این ترامپ و حماقت آمریکایی به اصطلاح سفیر اونجا میکرد و اینها. حالا ما امیدواریم یه روز بریم اونجا و ببینیم که آقای ایران بومی یکی از نماینده های هست که توی اون شهر نشستن. صفحه فیسبوک آقای ایران بومی رو یه بار دیگه از نزدیکتر نشون میدم که اسم ایشون رو شما ببینید و سلکت ایریا با این عکس. دوستان گرامی، بله این وسط ببینید، شهرام ایران بومی، یعنی هیچ جاش نمیتونی شما اشکال و اشتباهی بخوای هم نمیتونی اشتباه کنی. بله شهرام ایران بومی و
به اصطلاح اگر میتونید اونجا هستید رأی بدید، اگر دوستانتون هستن به اونها خبر بدید. یه چیز جالبی که بود، ایشون تو یکی از این پوسترها نوشته بود که شما حتی اگر کمتر از 6 ماه هم در آلمان بوده باشید میتونید این کار رو انجام بدید. برای من خیلی عجیب بود، نوشته بود حتی اگر چیزم نباشید، به اصطلاح بگید شهروندم نباشید، یا بله بذارید من اینم نشون بدم. در اصل توی وبسایتشون و فیسبوکشون اینا یه نگاهی بکنید. من تشکر میکنم، ازتون ممنون میشم و خیلی خوبه که ما بتونیم نماینده های خودمون رو اونجا داشته باشیم. بله، میگن که دوستان گرامی، به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس شورای شهر فرانکفورت شما را دعوت به همیاری در انتخابات 14 مارچ می نمایم. هدف من برای این دوره انتخاباتی امکان حق داشتن یک آپارتمان برای هر شهروند مستأجر می باشد، زیرا با همان پولی که مستأجران خانه های دولتی برای اجاره پرداخت می کنند می توانند صاحب خانه شوند و این بیان کننده عدالت اجتماعی است. همچنین خود را موظف می دانم که برای تساوی حقوق شهروندان فعالیت پارلمانی قوی داشته باشم. امیدوارم شما با رأی خود من را در این راه یاری نمایید. ببینید دوستان، این آدم وقتی مریض میشه، خود من امروز از این خوندن و اینا عصبانی هم که درست نمیخونم، کلمات رو جابجا میبینم. بله، mural painting is correct sound. میگه که sound like mirror، میگه وقتی همون کلمه که من گفتم، این تابلوهای بزرگ که میکشن، تابلو هم نیست، اصلا اسمش هست mural. بله، و ما دیگه همین هستیم، کسایی که 30 سالشون بوده اومدن رفتن یک کشور دیگه، دو تا کلمه انگلیسی هم که بلد بودن اونجا قاطی شده با آلمانی، بعد اومدن اینجا، حالا دیگه هی نباید لوس بشن بگن نه بابا ما از خود آمریکاییان بهتر صحبت میکنیم. من قولتون میدم هر کدومتون که فکر میکنید انگلیسیتون خوبه، اگر حتی 10-12 سالگی اومده باشید خارج، باز این خارجی‌ها انگلیسی شما را قبول ندارن. ممکنه کتابی و املایی و همه چیت خوب باشه، گرامر 100 بگیری یا 20 بگیری هم میشه، ولی حرف زدنت با اونا فرق میکنه و این یه چیز کاملا نرماله و سعی نکنید خیلی شفتش بدین. اینم از این. ممنون و متشکرم. سعیدم بله، نقشه هم میهن فریب نخور. خب اینو شما به کی داری میگی؟ والا سوار، آقای محمد والا سوار، هم میهنت کیه و کجا فریب نخوره؟ ما این همه هر روز داریم فریب میخوریم، چجوری فریب نخوریم؟ بیا شما به ما بگو عزیزم، و میتونی پیام بذاری، میتونی چیز کنی. بیاییم مثلا این استریت آرتیست اینجا نگاه کنید، ببینید چجوری قشنگ اینا نقاشی میکنن. این بسکتبالیستیه که چند مدت پیش با دخترش و اینها توی با هلیکوپترشون افتادن تو همین لس آنجلس، افتادن پایین، میگفتن مه گرفته. و لس آنجلس همین الان که ما صحبت میکنیم، دیروز این لند سلاید به فارسی چی میگیم؟ همین بدبختی هایی که گل و شل و آب و سیل تقریبا را میفته این ور و ور. من باز همون موقع گفتم اگه این ایران بود، حالا دوباره گزارشگرهای من و تو، گزارشگر خوب من و تو، آقا این همه جای دنیا اتفاق میفته. بله، شیراز پارسال بود آب اومد، مسافرها رو برد، بیچاره ها طرف رفته اونجا. خب اون سیل و قضای خداییه. حالا میگن آقا نیاین مسافرت، باز همه بلند شدن رفتن. فردا بر میگردین، بیمارستان ها جا ندارن، ولی اصلا ناراحت نباشید، گزارشگر خوب من و تو براتون تو ناصر خسرو واکسن میخره. گزارشگر خوب من و تو نشون میده که داری اینجوری نفس میکشی تو بیمارستان و اونا میگن جا نداریم، و به ریشتون توی انگلستان میخندن، به ریشتون توی اروپا و این ورور میخندن و میگن اینا احمقن. حالا هی فیلم پر کنید بفرستید برای اینا،
بدبختا 10 تاتون با هم جمع بشید توی خیابونی جلوی یه جایی رو ببندید، نذارید این آخونده بره بیاد، فامیلش بره بیاد، بزنید 4 تاشون رو داغون کنید. من بارها گفتم ما نه اینجا دستور بمب درست کردن میدیم نه کسی، ولی دیگه آدم میرسه به اینجاش. آقای نوریزا پوفیوز، تو وقتی دیدی اینا انقدر بدن همون داخل وای میسادی یه غلطی میکردی. آمریکا میگه ما رو کسی نمیتونه از بیرون بزنه، ما خودمون از داخل خراب میشیم. تا هم که موریانه بودی از داخل این ساختمون ظلم رو میریختی پایین، نه بلنشی لوس 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 دشتاشه میکرد برش میرفت جای عربی، لباس کردی میپوشید میرفت اونجا، راه افتاده بود مرده که مثل که اون چیچیه میان سالی یه چیزی هم بهش میگن میدل ایج کرایسیس، بحران، بحران میان سالی بهش دست داده بود، هی میرفت این ور اون ور، فکر میکرد چه کاری هم داره انجام میده. دوستان عزیز، ساعت 3:59 من امروز میخواستم 1 ساعت برنامه بذارم، 2 ساعت برنامه گذاشتم. شما که حمایت نمیکنید ما بگیم حالا باید 2 برابر حمایت کنید، 2 برابر همون 0 میشه 0، 2 برابر 0 میشه 0. در صورت حمایت کنید. و میخوام یه دوربین جدید بخرم، واقعا این دوربینه میبینید که صفحه ما تقریبا مربع مستطیل نیست، دوربینه 4000 دلاره، حاضرم بفروشم 100 دلار الان، چیزها اینجوری میشه. در صورت میخوام یه دوربینی بخریم که صفحهش مستطیل باشه، ولی حقیقتش زورم میاد. خب ماه پول بدیم، پول دوربین بده، پول برق بده، پول آب بده، گاز بده، اینترنت بده، شما هی بیای بگی به به خوب حرف میزنی. تاج اصفهانی گفت با به به و کفای شما جیب ما پر از کف میشه، ولی پول نداریم. خدا نگهدار، به امید دیدار. آخر هفته خوبی داشتید، داشته باشید، مواظب باشید. ایام کرونا این عید و مید و اینا رو آقا نگیر، امسال وسط تابستون عید بگیر، مسافرت نرو شیراز و آبادان و اینا، این مسخره بازی یه چادر رو همی دارین با پیکان و نمیدونم با پراید را میفتین هر جا رسید، نفر قبلی دیشب اونجا ریده، شما میری حالا چادر میزنی روش میخوابی، بعدم میگی چه بوی، بو طبیعت، این بو طبیعت نیست، بو گوه مسافرهای دیشبه. روز روزگارتون خوش و به امید فردای بهتر و دنیای آزادتر. مرسی. Stop recording.